سلام عرض میکنم خدمت دوستان، ببخشید اگه اذیت شدید. ما لایو 26 دسامبر و 5 دی ماه رو با هم دیگه شروع میکنیم با حضور اساتید عزیزم دکتر صدمنی و شاهین شاهمرادی گلم. ما توی این جلسه قصد داریم که صحبت بکنیم راجع به وضعیت بازارها در 2024 و نگاهی از منظر کلان داشته باشیم، مصادف شده با دوران کریسمس. امیدوارم که این ایام رو شادی هم بگذرونیم. دکتر عزیز، پیرو اون باکسه یک سری از سوالاتی که بسیار بسیار تکرار شده و من هم حدس می‌زدم که این اتفاق بیفته در رابطه با این بودش که وضعیت فرود نرم یا رکود، چه چیزی پیش روی ما هست در سال 2024؟ و تقاضا دارم و ممنون میشم که با توجه به وضعیت پولی و نگاهی که به فضای سیاست گذاری دارید در این خصوص اطلاعاتی رو معاملید ما رو راهنمایی بکنید و بعد میام سراغ شاهین عزیزم با دیتا. از شاهین دیتا میخوام، همون راجع به بازار اشتغال داشت صحبت میکرد، بچه هم سوال داشتن، میام همونجا سراغش. ممنون میشم از شما شروع بکنیم و بفرمایید. خواهش میکنم آقا شاهین، اجازه میفرمایید؟ شما تاج سیاهی نفرمایید. خواهش میکنم. شاهین جان، من مطالب خودم رو عرض میکنم، یعنی دیدگاهی که دارم. از شما خواهش میکنم که بدون رودروایسی هر جای شما مخالفتی داشتید بفرمایید. چرا؟ برای اینکه هدف ما افزایش ارتقای سطح دانش در واقع تحلیل اقتصادی مخاطبان هست. من بارها از خود شما آموختم، از آمحتی آموختم، اصلا کلن بحث اینتلیکچوال که مطرح میشه باعث میشه ما در رفتارهامون، در سرمایه گذاریهامون، در تریدهامون بهتر عمل کنیم و در اظهار نظرهام. این هست که خواهش میکنم اینطوری نشه که اگر من موضعی رو مطرح کردم شما دوستان در واقع یک مقدار عقب نشینی کنید. نه، خواهش میکنم شما از دیدگاه خودتون، از منظر دیگر بفرمایید که نظرتون چی هست. من یک مختصر خدمتتون عرض میکنم دوستان عزیز. ما یک دوره‌ای رو در واقع ابتدای امسال شروع کردیم، هنوزم خاتمه ندادیم، دو جلسه قرار هست که ادامه بدیم. شاید اگر تقاضای وجود داشت من شاید یک دوره خیلی پیشرفته تری در زمینه سیاست گذاری مدرن پولی داشته باشم. البته هدف بنده از این دوره سیاست گذاری مدرن پولی این بود که در واقع به کشورمون کمک کنیم که این برنامه شعار سالو که کنترل تورم هست محقق کنن. خب متاسفانه در این زمینه توفیقی نداشتیم، صدای ما نمیرسید به گوش سنگین سیاستگزاران محترم. منتها خب دوستانی که فعال فارکس بودن و فعال بازار کریپتو بودن و فعال بازار سرمایه و سهام، خب خیلی استقبال کردن، در کلاس و دو پیدا کردن. خب ببینید، ما یک سری مطالبی رو در سیاست‌گذاری پولی می‌دانیم که در طی شاید 60-70 سال گذشته مرتب تکرار شده. یعنی اینکه سیکل‌های اقتصادی یا بزنس سایکل در اقتصادهای بازار باز یا بازار آزاد، عرض کنم خدمتتون چون تعریف بازار باز از بازار آزاد متفاوته، در اقتصادهای بازار آزاد ما سیکل‌های متعدد رکود و رونق رو داشتیم. خب این سیکل ها به تدریج در نوعش تغییر کرد، کیفیتش تغییر کرد. چگونه تغییر کرد؟ یکی این هست که وقتی که دانش ما، فهم ما از مسائل اقتصاد کلان افزایش پیدا کرد، تواتر سیکل ها کم شد. این یک نکته مثبتی که اتفاق افتاد. یعنی شما اقتصاد امریکا رو اگر ببینید تا مثلا دهه 1970 میبینید که هر چند سالی بار، هر 3 سالی بار، 5 سالی بار، 7 سالی یک بار و حد اکثر دیگه 10 سال یک بار یک در واقع رکود رو تجربه کردن. رکود ها رفت به سمت اینکه هر 10 سال یک بار تجربه بشه. نکته دیگر این بود که با استفاده از دانش اقتصاد کلان در دنیا توانستند، البته به جز ما، در دنیا از این دانش استفاده میکنند، انقدر بدبین نیستند مثل کشور ما، و توانستند دوران رکود رو کاهش بدهند. خب این یک بحثی بود و مهمترین ابزاری هم که داشتن، من خاطرم از یک خاطره خدمتتون نقل کنم. یک وقتی در یکی از این گروه‌های تلگرامی یک سری از دوستان اقتصاددانان خوبی که اونجا حضور داشتن خیلی با من بحث می‌کردن سر اینکه بالاخره یک توطئه‌ای داره در کشور شکل می‌گیره تحت عنوان عملیات بازار باز، و من توصیه‌ام این بود که در ایران هم باید مثل سایر کشورهای دنیا از تک ابزار کنترل تورم و کنترل رکود استفاده کنیم. تک ابزار در دنیا عملیات بازار باز بود. خب یکی از این اقتصاددانان، من بارها و بارها از این رفتارها دیدم، خب کار اخلاقی نکردن با اینکه انسان در واقع شریفی هستن، فرد مسلمانی هستن، معتقدی هستن، یک مقاله از آقای فریدمن فرستادن که گو ادعا کردن که در این مقاله آقای فریدمن بر علیه عملیات بازار باز یا OMO یا Open Market Operations صحبت کرده.
من این مقاله رو خوندم، دیدم آقای فریدمن جمله‌ای که در این مقاله داشت دقیقاً عکس ادعای بود که این دوست ما داشتن. یعنی آقای فریدمن میگفت که ما این مقاله رو در 1980 در دهه 1980 نوشته بودن. ایشون میگفت ما که فعلاً در جهت ابزارمون برای سیاست‌گذاری پولی بجز اومو چیز دیگری نداریم. ولی دلیل نمیشه که در آینده ما ابزارهای دیگری نداشته باشیم. چرا این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم؟ برای اینکه تا قبل از بحران سال 2008 علم اقتصاد کلان به یک ثباتی رسیده بود، ثباتی که از دهه 1980 شروع شد و تا سالهای 2008 و 2009 ادامه پیدا کرد. بعد از اون متوجه شدیم که یک مقداری دفیشنسی وجود داره، کاستی هایی در علم اقتصاد کلان وجود داره. این کاستی ها باعث شد که باز یک در واقع دیبیت اینتلیکچوال شکل بگیره، یک بحث و جدلی بین اقتصاددانان شکل بگیره و رفتن به سمت سیاست هایی که اون زمان تحت عنوان سیاست های نامتعارف میشناختن و امروز ما اینها رو دیگه تحت سیاست های تحت عنوان سیاست های متعارف اصلا میشناسیم. و آن چه بود؟ و آن این بود که مخصوصا فدرال رزرو امریکا به این مسئله اعتقاد داره که اگر شما میخوای با رکود مقابله کنی، به خوبی با رکود مقابله کن، با استحکام محکم با قدرت تمام با رکود مقابله کن. و وقتی که شما میخوای با تورم مقابله کنی، با تمام قوا با تورم مقابله کن. خب این از من داشته باشید. وقتی که بحران کرونا شروع شد، این آموخته رو مخصوصا که یک نهضت MMT از طرف اقتصاددانان نسبتاً چپ یا اقتصاددانان چپ اقتصاددانان غیر متعارف شکل گرفته بود که میگفتن شما چرا از ابزارهای پولی در جهت در واقع خروج از رکود به خوبی استفاده نمی کنید؟ چرا از چاپ پول برای ایجاد زیرساخت ها استفاده نمی کنید؟ حالا این چرا مطرح شده بود؟ برای اینکه در امریکا با عنوان مثال زیرساخت ها به تدریج مستهلک شدن و فرتوت شدند و حتی یک پلی بود که چند سال پیش فکر کنم در ایالت منسوتا بود، این پل سقوط کرد. یعنی اینقدر زیرساخت‌ها الان باید سرمایه‌گذاری جدی و جدید صورت بگیره. خب وقتی که بحران کرونا شروع شد، بانک فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا به طور کاملا کانسنت در واقع اورکستریتد، یعنی کاملا هماهنگ مثل یک ارکستر موسیقی، همه با هم دیگه شروع کردن به تزریق پول. همزمان سیاست انبساطی پولی، سیاست انبساطی بودجه‌ای، هر چه توانستن ریختن، هر چه توانستن قرض پول انجام دادن. و البته متاسفم اقتصاددانان ما هم توصیه‌ای داشتن، مثلا 50 اقتصاددان دقیقاً همون رو کپی کرده بودن، میگفتن ایران هم خلق پول انجام بده و چاپ پول انجام بده، که به نظر من توصیه کاملا نادرستی بود در اون زمان، ولی انجام شد. الا ای حال بعد از این که این خلق پول رو یک مقداری باش مماشات کردن، شما ملاحظه فرمودید که نرخ تورم در بازار جهانی به شدت افزایش پیدا کرد. خب حالا چه شد؟ وقتی که از رکود در آمدید، تورمت هم در حال رشده، باید بلا فاصله دنده معکوس بزنید. این دنده معکوس رو با حد اکثر قوا انجام دادن. یعنی شما اگر نمودارهای خلق پول رو شما در نظر بگیرید، ببینید خلق پول به شدت افزایش پیدا کرده از سال 2021 و بعد هم به شدت شروع کرده به کاهش پیدا کردن. منتها یک در واقع یک نموداری رو من گذاشتم توی کانال، یعنی تو همین اینستاگرام و کانال‌های مختلف یک نموداری رو گذاشتم. گفتم دوستان این نمودار چیه؟ نمودار این هست. ببینید، فرض افرادی که تحلیل میکنند الان این هست که اگر مثلا در دوران کرونا، حالا مثلا 5 تریلیون دلار 10 تریلیون دلار هرچند اگر خلق پول شده، خب این رو معکوس میکنی، این مقدار خلق پول باید محدود پول صورت بگیره تا ما به شرایط عادی بعدی برگرده. مطلقاً چنین چیزی نیست. چرا چنین چیزی نیست؟ شما تورمی که ایجاد شد نمیتوانید برگردانید. این رو برای مردم عزیزمون، برای ایرانیان عزیز عرض میکنم، چون معمولاً در فضای سیاستگذاری ایران یک مقداری از این تخیلات گفته میشه که مثلا حالا اگر که ما مثلا میبینید وقتی میگه مثلا دلار 15000 تومان، یا اخیرا که من دو سال پیش بحث داشتیم میگفتن دلار 1000 تومان، دقیقاً میفهمم اینا تخیلشون چیه، تصورشون چیه. خب یه چاپ پولی انجام شده، این چاپ پول میشه معکوس کرد. نه، روند قیمت ها رو معکوس اگر خواستید بکنید با رکود بسیار شدید مواجه میشید. پس چه شد؟ پس تا اینجای کار اینطوری شد که یک خلق پول بسیار بزرگی صورت گرفت. این خلق پول از یک جهت اقتصاد رو از رکود در آورد،
پس اقتصاد رشد کرد. پس بخشی از آن خلق پول در اختیار رشد اقتصادی قرار گرفت و قرار میگیرد. یعنی این پول اضافی ترانزکشن های موجود به دلیل رشد اقتصادی رو پوشش خواهد داد، بخشی از این خلق پول. بخش دیگر از این خلق پول قیمت ها افزایش پیدا کرده و همچنان داره افزایش پیدا میکنه. این مفهومی که من دارم الان خدمت شما عرض میکنم و توضیح میدم در اقتصاد کلان تحت عنوان امپیوم شناخته میشه. امپیوم یا پول واقعی، یعنی مقدار رشد پول و حجم پول رو شما نسبت به قیمت بیاید قیمت رو ازش کم کنید، ازش جدا کنید، خنسا کنید نسبت به قیمت. یعنی اگر مثلا خلق پول شما 10% بوده، اگر قیمت 5% رشد میکنه، به صورت واقعی پول شما 5% رشد کرده. حالا الان که ما در چه شرایطی هستیم؟ اولا سال گذشته اکثر اقتصاددانان در دو وادی قرار گرفته بودند، اکثر فعالان بازارهای مالی در سراسر دنیا. یک سری میگفتن انقدر این خلق پول گسترده بوده که فدرال رزرو موفق به کنترل تورم نخواهد شد و میریم به سمت ابر تورم. شاید شما این نکات رو شنیده باشید، خیلی زیاد بود در فضای مجازی در سراسر دنیا روی این مسائل خیلی بحث میشد. یک سری دیگه میگفتن که وارد هارد لندینگ میشیم، یعنی این هواپیما نمیتونه درست در واقع فرود بیاد و سقوط میکنه. خود فدرال رزرو امریکا و بانک‌های مرکزی دنیا معتقد بودن که سافت لندینگ اتفاق میفته، یعنی این فدرال رزرو همون جوری که پول چاپ کرده قادر هست معکوس عمل بکنه و قادر هست از فشارهای تورمی بکاهد، انتظارات تورمی رو سرکوب کنه و در نهایت به هدف تورمی خودش که 2% باشه برسه. حتی در محافل آکادمیک و غیر آکادمیک، در محافل سیاست گذاری دنیا بحث این بود که اصلا دیگه هدف 2% رو نمیتوانند اقتصادهای پیشرفته نائل شوند. دقت فرمایید. خب من اون زمان معتقد بودم که بانک‌های مرکزی میتوانند به خوبی تورم رو کنترل کنند و دیدید که این اتفاق افتاد. الان که این اتفاق افتاده، شاید 99% 95% فعالان بازارهای مالی در دنیا و اقتصاددانان حالا معتقدن که فدرال رزرو میتواند یک در واقع فرود نرم داشته باشه. من اینجا با اون 99% از نظر شخصی موافق نیستم. یعنی با اینکه بازار کار بسیار بازار کار قوی هست مخصوصا در امریکا، ولی برداشت من این هست که ممکن هست که تا حدی اقتصاد وارد رکود بشود. اتفاقا همین شخص پیش یک متخصصی را من در تلویزیون میدیدم داشت صحبت میکرد، یک نکته خیلی قشنگی رو ایشون اشاره کرد و گفت که ببین اصلا کاهش تدریجی نرخ بهره معمولا در دنیا اتفاق نیفتاده. یعنی نرخ‌های بهره رو معمولاً بانک‌های مرکزی دنیا بالا نگه می‌دارن تا وقتی اقتصاد وارد رکود بشود، اون وقت کاسه چیکونن به دست می‌گیرن و به شدت سیاست معکوس رو اجرا می‌کنن، به سرعت نرخ بهره رو کاهش می‌دهند و سعی می‌کنن از رکود جلوگیری کنن. پس بنابراین سناریویی که ایشون مطرح می‌کرد این بود که یا نرخ بهره بالا میماند در سال 2024 یا وقتی که پایوت صورت گرفت، وقتی که این عملیات معکوس خواست صورت بگیره خیلی به سرعت صورت میگیره، چون که اقتصادها مثلا اقتصاد امریکا و اقتصاد کشورهای صنعتی وارد رکود میشوند. تا اینجا من فکر میکنم که زیاد صحبت کردم، در واقع متوقف میکنم بعد من صحبت اومده. عالی بود دکتر. من یه شاهین اگر میشه سرخطی جوابم بده، تو 2024 تو زمین سافلندی ها هستی یا تو زمین ریسشنی ها هستی؟ رکود اتفاق میافتد، یعنی میتونم یا رکود ما داریم، اما همچنان یک پنجره برای جلوگیری از اون هست. من میرسم سر وقت اینجوری میخوام صحبت بکنم اینجا. من به همه دوستان همیشه گفتم دیدگاه ما نمیتونیم دیدگاه قطعیت خیلی به ندرت شما باش روبرو میشوید و اصلا خود آقای دکتر که اصلا آپشنز به خاطر عدم قطعیت به وجود اومد، موضوعیت که الان آقای دکتر دارم فالو میکنم. ما ها دیدگاهی نسبی داریم، اما توی این نسبیت ها در واقع تریگر هایی هست، به قول تکنیکالیست یک تریگر هایی هست، یک فیوز هایی هست که اگر بپره یک اتفاقی قطعا رخ میده، ما دنبال اون فیوز ها میگردیم. درود بر تو. سنتیمنت، من این سوال رو برای چی پرسیدم؟ سنتیمنت فریم های اقتصادی رو من بررسی میکردم استاد،
و نگاه کردم که در نوامبر 2023 65% کماکان حس این رو داشتن که ما به سمت سافت لندینگ حرکت میکنیم. و در دسامبر بعد از پروژکشن دسامبر اتفاقی که افتاد اینه که 3% از این مقدار کم شد. من فکر میکنم اون 3% الان 3 نفرشون اینجا که به زمین رکودیا پیوستن، ولی این که شاهین جان میفرمایی پنجره باز هست و این که آیا راهی هست که جلوگیری بشه. حالا استاد رفتار فد در گذشته یا رفتارهای بانک مرکزی به گونه بوده که عموماً یک حالت چی بهش میگن یه حالت لجبازی با دیتا ها داشتن و این باعث این میشه که اون کراش اتفاق افتاده. من چیزی که در این فد میبینم، در این شاکله جدیدی که میبینم، که اینها یک این مورد وقتی پاول رو میبینیم، پاول مجموعه از صدها اقتصاددان در سه کلاس ABC هستن، اینها تغییر کردن و من دلیل تغییرش رو میگم که به دلیل معتقد این پنجره هست و چقدر خوب استفاده میشه مدی و اگر یعنی یک برد وحشتناک برای اقتصاددانو هست و اصلا ما رو پرت میکنه به یک سطح دیگه. حالا راجبش صحبت کنم. درود بر تو استاد. از شما میپرسم این ریسک رو پس ما پیش رو داریم؟ به هر روی ما این ریسک رو بوده رو پیش رو داریم و زمانی هم نمیتونیم واسش تعریف کنیم، چون نه رمال هستیم نه تعیین کنندگان وقت. همیشه درست میگویند پیش به سمت پیشبینی که نمیخوان حرکت بکنیم. دکتر چطور باید یک هجی در مقابل این ریسک داشت برای کسانی که در امروز بازار ایران رو وقتی من مشاهده میکنم جوانای ما تماما اکسپوژر رو دارن، اصلا این روحیه ریسک پذیریه رو دارن. این رالی اخیر کریپتو در پاییز 2023 هم باعث شده که من این رفتار رو امروز بین بچه‌ها بیشتر و بیشتر هم ببینم. عزیزان دارم، بخش عمده ای از سوالات شما سوالاتی بود که حقیقتا ارتباطی با موضوع این لایو نداره، مثل اینکه مثلا ما چه آلت کوینی بگیریم چه یا همه اینا، یعنی شما دوباره میخواد یک ریسک مضاعفی بکنید، در صورتی که ما یک ریسکی به هر حال پیش رو داریم. و دکتر من با ذهنیت خودم عرض میکنم، میگم که راه هج کردن این ریسک ها از آن چیزی که در توان یک فعال عادی بازار باشه خارج است. یعنی اینکه مثلا من بیام چیکار بکنم، من نه دسترسی به پلتفرم های ویژه‌ای دارم که مثل دریبیت تو بازار کریپتو تو بازار خودم صحبت می‌کنم، مثل دریبیت یا بایبیت نمیتونم من ایرانی دسترسی داشته باشم و سوای اینکه نمیتونم دسترسی داشته باشم، نهایت چیزی که از ریسک منیجمنت تو ذهن من هست اینه که استاپت رو بیار بالاتر، نمیدونم این کارا بکن، اونم تو بازار کم عمق امروز کریسمس یا حالا در ادامه که دستخوش تغییر خواهد گرفت. من خودم دیدم بچه‌ها سوالشون راجع به صندوق‌های ETF زیاده، من خودم تو قسمت ETF رو راجع به صحبت می‌کنم. ریسک‌هایی از جوانب مختلف در 2024 پیش روی ما هستن که ما نه راهی برای هج کردنشون بلدیم دکتر، نه راهی داریم برای هج کردنشون. حقیقتا بگم یعنی پناه بردن به بازار آپشن، پناه بردن به قراردادهای آتی درست بچه‌ها، منظورم اینه که رفقا اون فیوچرزی که شما میرید میزنید، نه یک قرارداد آتی واقعی، یک مثلا توی فکر میکنم بایننس تحت عنوان قراردادهای دلیوری ازش یاد میشه، حالا نمیدونم تو صرافیای شما چه چیزی یاد میشه. و دکتر جان من خودم به شخصه از نزدیک شاهد، از روز اولی که با شما آشنا شدم شما 1000 صفحه کتاب راجع به مشتقات نوشتید، 1000 صفحه کتابی که راجع به مشتقات نوشتید و منتشر نشد. اون روزهای اولیه من قول یک کورس افارم از شما گرفته بودم که فرمودید اصلا به تقاضاش نمیرسه که بخوام اون رو برگزار بکنیم و امیدوارم که باز برسن. 5-6 ماه درگیر دوره مدیریت ریسک هستید که من میدونم توی قسمت سلفا پیش بردید، فوروارد پیش بردید و آپشن هم دارید پیش میبرید. و اینجا من به بچه‌ها پیشنهاد میکنم، میگم که اگر قرار مدیریت ریسک رو درست یاد بگیرید، دو تا صدمنی داره زحمتشو میکشه و از ماها پیش دارن زحمتش رو میکشن. اگر میخواید اصولی یاد بگیرید این قسمتش هست، ولی باید درس بخونید، ولی باید حوصله بکنید. دکتر چطور میشه در مقابل این ریسک ها من ایرانی یه هجی داشته باشم برای خودم؟ یا سوالمو ساده تر بپرسم، سوای چطوره چه علائم و شواهدی رو ببینم که برم تو لاک تدافعی و برای اون لاک تدافعی که دور خودم میبیچم چه پیشنهاداتی برای من ایرانی دارید که تو بازار جهانی بله. خب متشکرم. من البته موضوع بحث یک چیز دیگری بود، ولی شما اشاره به در واقع مبحث مهم مدیریت ریسک کردید. ببینید در دنیای اقتصاد و بازارهای مالی و فایننس شاید یه چیز حدود 100 سال
تلاش بر این بود که ما پیش بینی بهتری داشته باشیم. همین الان ما داشتیم چیکار میکردیم؟ ما جلسه دفعه قبل نمیدونم که با هم لایو داشتیم، ولی من دقیقا خاطرم از که آقا مهدی از من پرسید در واقع این چرخش یا پایوت کی اتفاق میفته. شما دقیقا این سوال از من کردید، ببینید کی اتفاق میفته، چه خواهد شد، طلا چند خواهد شد، بیت کوین چند خواهد شد. این خیلی جذابه، خیلی وسوسه برانگیزه و اتفاقا افراد هر چی دانششون بالاتر میره در شرایط مختلف بازار قطعا بهتر عمل میکنن، در این مسئله شکی وجود نداره. ولی از دهه 1990 به بعد در بازارهای مالی پیشرفته دنیا به این نتیجه رسیدن که آقا هر چقدر هم شما قدرت پیش بینید قوی باشه، نمیتونی مارکت رو اوت اسمارت بکنی، نمیتونی بر مارکت غلبه کنی. الان اگر من مثلا نظریاتی که در مورد تورم الان هست خدمت شما عرض کنم، میبینید که چقدر پیچیده است و اصلا کسی نمیدونه چه اتفاقی در آینده میفته. بنابراین شما اگر میخواید ریسک های، مخصوصا اگر میخواید ریسک های بزرگ بردارید، یه وقتی هست میگید من میخوام برم تو باند سرمایه گذاری کنم. حالا جالب اینجاست، همین ماکرو کمپس رو من امروز میخوندم برای اینکه تو این لایو شرکت کنم، دیدم که خیلی جالبه از واژه ویل یا والها یا نهنگ هایی که ما در کریپتو، شما یعنی شما که متخصص تخصص رو دارید در کریپتو ازش نام میبرید، این در مورد بازار باند نام برده بود. یعنی گفته بود والها یا نهنگ ها دارن وارد بازار باند میشن، در 2024 وارد بازار باند خواهند شد. ببینید دوستان، این چقدر این پیش بینی اولا چقدر پیچیده است، چقدر متغیره، چقدر عجیبه. و از اون طرف هر چقدر هم شما خوب پیش بینی کنید، اندازه ها رو نمیتونه پیش بینی کنید. خب ببینید اون زمانی که من یادم 60,000 بود بیت کوین، دیگه با قاطعیت اومدم تو لایو اعلام کردم گفتم بیت کوین اصلا بفروشید، خودم از من میگفتم زیر 10,000 دلار هم میاد، تا 15,000 دلار اومد زیر 10,000 دلار نیومد. بعد دیدیم که سیاست انقباضی که در دنیا صورت گرفته، که اینو شاهین جان باید بیشتر توضیح بدن با ما ابزارهایی که در اختیار دارن، یعنی درست سیاست انقباضی امریکا خیلی جدی بود، ولی در سطح دنیا حجم پول اصلا ما میتونیم بگیم کاهش چندانی نداشته. اینا واقعیت هاییست که شما اگر دیتا رو نبینی، آمار نداشته باشی، عقب میفتی. خود بنده رو ببینید، من الان 2 سال آقا مهدی من 2 سال پروژه افزایش ارتقاء دانش ایرانیان رو دارم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. خب این وقت بنده رو میگیره. من اگر یه زمانی از این پروژه ها متوقف بشه، مثل پروژه مثلا اقتصاد کلان، جامعه اقتصاد کلان 129 ساعت تدریس کردیم، پروژه جامعه اقتصاد خرد 90 ساعت تدریس کردیم، من میدونم هیچ وقت در ایران این حجم و این عمق تدریس دروس اقتصاد و مالی نبوده، یا سیاست گذاری مدل پولی یا دوره فاندامنتال فارکس. خب الان من دارم چیکار میکنم؟ اون علمی که خیلی به درد ایرانی ها میخوره ولی اصلا آگاه نیستن رو دارم تدریس میکنم. و خود مهدی میدونه، چون بارها از من خواسته بود که من چقدر ابا داشتم و این تخصص اولیه من بود. یعنی من از 2003 که از بیرون چک اومدم، من شاگرد آقای دانچس بودم. آقای دانچس اون زمان یکی از بهترین یا شاید نفر اول ریسک منیجمنت دنیا بود. حالا چرا؟ چون اولین کتاب مشتقات برای اندرگراد، برای مقطع لیسانس رو دانچس نوشته بود. خب این اولین تخصص بنده بود ولی نیومدم مطرح کنم. چرا؟ برای اینکه افراد شناخت دقیقی نداشتن. این وسوسه پیش بینی وقتی که 30 سال 40 سال 50 سال در بازارها مرتب شما ضربه خوردید، زخم برداشتید، یک روزی ممکنه دست بردارید از پیش بینی کردن و بیایید به سمت اینکه ما از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنیم. حالا وقتی از ابزار مدیریت ریسک استفاده میکنید، مثلا همین دوره‌ای که قرار است از فردا آغاز کنیم، مثلا از آپشن استفاده میکنید، این ریسک در واقع درادان یا ریسک سقوط خودتون رو جلوش میگیرید. به عنوان مثال میگید که آقا من تا 10%، تا منفی 10% تحمل میکنم، بعد از منفی 10% من رو بیمه کن. از این ابزارها استفاده میکنید برای بیمه. وقتی که شما ابزار تضمین و ابزار بیمه داشته باشید، حالا میتوانید به راحتی ریسک های بیشتری بردارید. خب این ابزار کجا به درد میخوره؟ هر چه بازار متلاطم تر، هر چه ریسک ها بیشتر، از این ابزار بهتر میشه استفاده کرد. کجا؟ مثل مثلا ایران. در ایران ما چه مشکلی داریم؟
ریسک سیستماتیک بازار بالاست. ریسک سیستماتیک بازار رو شما با دایورسیفیکیشن و متنوع سازی که نمیتونی حذف کنی. ولی همین ابزارها، همین چند تا قرارداد آپشنی که در بازار مثلا بورس ایران یا در بازار بورس کالا یا بورس سهام ایران وجود داره، از همین قراردادهای آپشن شما میتوانید استفاده کنید. و جالب اینجاست، در هر نقطه دنیا وقتی این نوع ابزارها شروع شده، مشتقات شروع شده، به شدت رشد کرده، به شدت مورد اقبال و توجه قرار گرفته. و به نظر میرسه که اون 3 سال پیش اگر من میخواستم در این مورد صحبت کنم اصلا کسی گوش شنوایی نبود، ولی خدا رو شکر به نظر میرسه که الان خیلی از افراد آگاه شدن و خیلی علاقه دارن از این ابزارها استفاده کنن. حداقل همزمان با دوره من، اگر کسی هم دوستان اگر فکر کردن این دوره ما به درشون نمیخوره، دوره‌های دیگر همزمان داره برگزار میشه. یعنی خدا را شکر الان در کشور ما 4-5 نفر هستن دارن دوره آپشن برگزار میکنن. هر کدوم خواستید من توصیه میکنم اگر فعال جدی بازار کریپتو، بازار فارکس، بازار سهام هستید، حتما با ابزارهای مشتقات و ابزارهای مدیریت ریسک آشنا باشید. خب ما یک تبلیغی کردیم برای کلاس فردا. آقا مهدی، آقا شاهین، من از شما عذرخواهی میکنم چون که ما بحثمون در مورد بازارها در سال 2024. خواهش میکنم دکتر، من برداشت رو اینجوری بگم از صحبت شما، یعنی پیش برد به سمت مشتقات، که مشتقات بچه های کریپتویی یا آپشنه یا آتیه. و بچه های کریپتویی من به عنوان یک کسی که قطعا نه در مقام دکتر صدبندی هم و اصلا جسارت نمیکنم، ولی به عنوان فردی که از این قراردادها استفاده میکنم، ما پامون گیره حقیقتا. یه مقدار به فکر وریفیکیشن باشید، ما پامون بد جور گیره. یعنی اگه قرار از بازار درستی مثل حالا دریبیت یا بای بیت استفاده بکنید، یه مقدار بعد به فکر وریفیکیشن باشیم. دو تا ما بسیار محدود شدیم این روزها، ما بسیار آسیب دیدیم از محدودیت، حسابامون به مشکل خورده. ولی خب این رو من از حرفای شما برداشت کردم. و قسمت بعدی بانز مارکت، بازار پولی که ما بریم به یعنی اونم که ایرانی ها نمیتونن برن، یعنی بازار اوراقه که در نهایت ما میتونیم به عنوان هجی برای ریسشن در نظر بگیریم، که یک کلاس داره نقش من فقط یک چیزی رو خدمت رو عرض کنم. ببینید، ما حالا الان نمیدونم چند تا، ولی یک زمانی چند صد تا اکسچنج ایرانی داشتیم. الان من فکر نمی کنم تعداد خیلی کاهش پیدا کرده باشه. چقدر خوب بود این اکسچنج های بزرگ میمدن با این مواز آشنا میشدن، استفاده میکردن، این ابزارها رو ایجاد میکردن، چون این ابزارها بین دو طرفه قرار داده. حاکمیت اجازه نمیده بهش. حالا من که فکر کنم من خودم بخش از حاکمیت نکته با این حاکمیت بزرگ باشم. سلامت داشته. خیلی ممنونم از شما دکتر عزیز، برمیگردم بهتون. شاهین جان دارم میام سراغ شما عزیزم. شاهین عزیزم، قبل از اینکه دکتر تشریف بیارن، شما داشتید راجع به اشتغال بازار کار با من صحبت میکردید. من میخوام راجع به همین مانو بدم و باهات صحبت بکنم، چون در لابلای سوالات دوستان این رو داشتم. ما در پروژکشن دسامبر یک عقب نشینی رو از مقامات فدرال رزرو دیدیم در تمامی سکتورها به جز نرخ بیکاری، که رو 4.1% نگه داشته شد. در دات پلات هم که تماما شاهد عقب نشینی بودیم. من اینجا یک سوالی که واسم مطرح میشه در خصوص استفاده از واژه‌ای که خودت بارها و بارها از زبون خودت شنیدم تحت عنوان کیفیت اشتغال. وقتی که ما داده NFV رو بررسی میکنیم شاهین عزیزم، و البته به تو نمیگم، که یعنی دارم به مخاطبای ایگولمون میگم، در این داده ها آمارهای مربوط به مشاغل دولتی نمیاد. خب این چه طبیعیه، همونجور که مشاغل بخش غیر کشاورزی داریم لحاظ میکنیم، چون کشاورزی جز مشاغل فصلیه نمیاد، مشاغل مربوط به بخش دولتی هم نمیاد. اما اون تعداد مشاغلی که دولت به هر نحوی در ایجاد اونها نقش داشته در این آمار میاد. به طور مثال در وارد یک مثال کفه بازاری بخوام بزنم، مثلا برای بچه‌ها، مثلا فرض کنید یک تعاونی مسکنی ایجاد می‌شود، یک زمینی می‌گیرد، تعداد افراد زیادی را استخدام می‌کنه که پروژه ایران شود، به هر حال این دولت اگر توش نقش داشته باشد، این آمار در آمار NFV میاد. اگر ما اون مقدار رو کسر بکنیم از NFV ماه اکتبر که ماه نوامبر، ما به مقدار اشتغال بخش خصوصی قابل توجهی دسترسی پیدا نمی کنیم. یعنی به نظر نمیاد که بازار کار اونقدرها هم که گفته میشه فشرده باشه.
آیا این نگاه نگاه درستیه که سهم دولت تو ایجاد این مشاغل پررنگ بوده و آیا واقعا ما با یک بازار کار قوی طرف حساب هستیم یا نه از این سمت دچار ضعف خواهیم شد؟ ممنون میشم که تو این قسمت اطلاعاتی با من. خیلی ممنون، سوال خوبه آقای دکتر، خیلی ممنونم از صحبت شما استفاده کردیم. من برمیگردم اینطوری صحبتام به صحبت آقای دکتر که دوباره همون موده در واقع سیاست پولی رو ادامه بدیم، چون که اونجا خیلی مهمتر هست، در نهایت پول تصمیم میگیره برای همه چی. در مورد اشتغال من اول همین اول آخرش رو بگم، بازار اشتغال سرد میشود اما فاصله داریم با اینکه بگیم آسیب دیدن، در واقع آسیب دیدن بازار اشتغال با سرد شدنش فهم کنیم. حالا این داستان چیه؟ گفتم یه لیبر شورتیجی داشتیم، یک تقاضای شدید نیروی داشتیم، در واقع عوامل تولیدی که بنگاه‌های اقتصادی دنبالش بود با یک کم و کاستی داشتن. من قبل صحبت های اولی این موضوع رو مطرح کردم که شاید تخصیص بهینه نیروی انسانی توی آمریکا درست نبود و در واقع اون تقاضایی هم که بود که حالا جولز هست و همتون به اینو چند بار گفتم که جولز در واقع شاید بخشش فیک باشه و سه تا کاتگوری داره که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اما این باعث شد که در واقع بازار اشتغال ما در ظاهر تایت ببینیمش، سخت ببینیمش. این در کنار این بود که بخشی از افراد مشغول به کار بودن اما در هیچ ارگانیزیشنی دستمزد براشون رد نمیشد، چون که توی NFP شما یه هاوسهولد دیتا دارین، یه در واقع استابلیشمنت دیتا میاد هر کسی که دستمزد میگیره به هر شکلی رو توی این کاتگوری قرار میده. یعنی ممکنه شما یک شغل پاره وقت داشته باشی، یک شغل تمام وقت داشته باشی، اینا رو جمع میزنه، ولی توی هاوسهولد توی خانوار نه، فقط من شامل حساب میشم، شاید من چند تا شغل اختیار کرده باشم. بنابراین این اعدادم که میدیدیم اعداد در واقع در کنار اون اشتغالی که دولت به وجود آورده بود و واقعا هم همینجوری بود، در واقع نرخ تاثیرگذاری دولت در سطح اشتغالی که توی NFP دیده میشود در سال 22 و 23 عدد بالایی بود نسبت به اوریج کارهای خودش. حالا اینکه دوره جا بحث پیش میاد که تاثیرگذاری دولت یا حضور مستقیم دولت در این بخش ها باعث به عقب راندن بخش پرایوت یا بخش خصوصی هم میشود و میذاریم کنار، این کار نداریم، همه اینا رو میذاریم. اما تمام آن چیزی که من از روی اطلاعاتی که حالا از روی NFPA که مخصوصا به شکل مووینگی داریم نگاش میکنیم، نه حالا یه ماه میره بالا یه ماه میره پایین، این شکلی نگاه کنیم، میتونیم بگیم که بازار اشتغال مهدی داره سرد میشه اما آسیب دیدنش باش فاصله داریم و این طبیعیه توی اشتغال، توی شرایط اشتغال طبیعیه. چرا؟ چون شما اگه یه بنگاه اقتصادی باشید وقتی که دارید کار میکنید عموماً زمانی شما اقدام به اخراج نیروی کارت میکنی، مخصوصا در جایی که لیبر شورتیج داری، در واقع نیروی تخصیص بهینه نیروی انسانی، اون نیرویی که واقعا داشته مثلا پشت این اپراتور مثلا این دستگاه بوده، این تجهیز بوده، اونو به این راحتی اخراج نمی کنی، مگر اینکه واقعا دیگه شما از تولید گذشته باشی، انبار تو مثلا پر کرده باشی، اینونتوری است، اون وقت میای سراغ نیروی انسانی و این طبیعی است که لغ داشته باشه بعدی. پس از داده های اشتغال توی این بخش ما نمیتونیم به عنوان یک موضوع خیلی مهم در نظر بگیریم برای اینکه بگیم که این موضوع رکود میشود. پس رکود اشتغال زمانی به هم میرزه که مهدی ما دیگه وسط باتلاق رکود هستیم و اعدادش خیلی هم نمایی رشد میکنن. اولین کاهش نرخ بهره عموما مصادف بوده با unemployment rate 5%. یعنی چی؟ یعنی شما دیر خبردار شدید. این خیلی نکته مهمی بود. خب پس این بخش بازار کار، حالا یک جزئیاتی داره مهدی، یه سری ایندیکیتور ساخته شده، منم روی یکیش تحقیق کردم، خیلی خوبه، این توی محدوده مهدی نرمال هست، هنوز نرماله، مودش به سمت حرکت‌های مثلا برای گزارش دادن از ریسشن هستا، ولی هنوز نرمال هست، باش فاصله. اما یک چیزی هم به عنوان فورکست میگم، فورکست مستند که جزئیاتش رو شاید حالا جزئیاتش رو شاید گذاشتم، عکساشو شما بذارید روی وبسایت، اینکه ما در ادامه مهدی با رشد بیکاری همراه خواهیم شد. این جورسی که این عدد وحشتناک رو داره، این رفته رفته ازش کم میشه. چرا؟ چون اون بخش سکتور پرایوت، اون بخش خصوصی که اشتغال عمده آمریکا رو در اختیار داره، در واقع توی اسمال بیزنس ها هست و دیتا های NFIB ما بهشون میگیم که مربوط بیزنس های کوچک هست مهدی، نرخ استخدام ما داریم توی نرخ استخدام، نرخ در واقع بیکار شدن، نرخ استخدام شدن، نرخ استخدام شدنشون یه جوری در حال سقوط هست و حتی نرخ تقاضای نیروی کارشون که هم توی جلسا دیده میشه، اینا هم به شدت در حال سقوط هست و این لیدینگ مهدی،
این توی اون داده که ما میبینیم که یک ماه ازش گذشته توی اولین جمعه هر ماه میبینیم، این نسبت به اون لیدینگ هست. این خبر از این میده که حداقل بیزنس ها در مورد جذب نیروی انسانی جدید یا اون لیبر شورتیج که صحبت میکنیم دیگه تقریبا به این نتیجه رسیدن که نیازی فعلا ندارن. از یک جای دیگه میتونیم برای این یک اعتبار دیگه هم بگیریم. از کجا وقتی؟ از روی تفاضل نیو اوردرز به اینونتوری، نیو اوردرز من های اینونتوری. وقتی که ما بین مشتری و بنگاه یک جایی داریم به اسم انبار، تغییرات در سطح انبارها خیلی در حساب مهم است. بخش اصلا خود یکی از آیتم های اینوست توی در واقع جی دی پی حساب میشه. این تفاضل رو وقتی مهدی ما نگاه میکنیم میبینیم که آره این اتفاق در واقع مهر تاییدی بر این هست که جورس کم میشه، تقاضای نیروی کار کم میشه، لیبر شورتیج کم میشه، افزایش دستمزدها متوقف میشود، اما همزمانش مهدی تورم هم داره میاد پایین. از اون 6-7 سکتور ماژوری که برای تورم هست، وقتی یه دونش که قبلا هم راجعش صحبت کردیم، بخش کدوم بخش خدمات درمانی که اون یک بخش مهدی مثبت هست. مثبت که میگم یعنی روند رو به رشد داره، هنوز توی مقطع منفی هست ولی روند رو به رشد داره. یه جای انگار این تورم رو این به تنهایی نگه داشته اینقدر که این رشد نمایی شدید داره و به خاطر تعدیلها هست. اما اگر شرطه رو مهدی برداریم، این عدد 2% الان، یعنی توی سایر بخش ها این عدد تورم 2% و از تمام اینا به این نتیجه میرسیم که احتمال این که تورم سریعتر از مهدی، سریعتر از بازار اشتغال سرد بشه و حتی خودشو توی محدودهای تارگت تورم 2% و حتی زیر 2%. من لیدینگ ایندیکیتورهای دارم، به دست آوردم که مهدی خبر از اعداد زیر 1% از زیر 1% تورمی میدن، یه جوری سقوط تورمی هستن. اما اون چیزی که خیلی تعیین کننده اینجا خواهد بود، چون که فدرال رزرو یه دوال مندیت داره دیگه، خب یه جا اشتغال یه جا در واقع تورمه. و از اونجایی که تصمیم گیریاش در واقع حداقل توی چند تا سایکل ماکرو اکونومی جدید بر اساس تورم بوده و تورم خیلی برش مهم بوده، ما انتظار داریم که تورم مهدی یکم سریعتر باشه، یعنی نزولش، و بعد اینو توی اشتغال ببینیم و اشتغال رفته رفته در واقع ازش سرد شدنش به سمت آسیب دیدن پیش میره. حالا اینجا مهدی همون بر اون پنجره تصمیم گیری فد هست که راجبش صحبت می‌کنیم، که اون هم همگام با این کاهش اینفلیشنه بیاد در واقع همراهی کنه و نرخ رو بیاره پایین و اجازه بده که بازار اشتغال حداقل در تعادل خودش نهات باشه، بازار اشتغال تایت و داغی باشه، اجازه بده بازار اشتغال کار خودش رو کنه، مردم درآمدهاشون رو داشته باشن، دیسپوزیبل اینکامشون رو داشته باشن و همزمان تورم هم رو به سقوط گذاشته باشد. این از این بخش هست. این اون بخش نیو اوردرز من های اینونتوری یکی از آیتم های مهمی هست که روی تورم تاثیرگذار هست. وقتی که شما در واقع نرخ ها میرن بالا، شما یا سطح تولیدتون رو میارید بالا یا انبارتون رو رشد میدید و این انباره اینجا خیلی تعیین کننده است و این تفاضل یکی از آیتم های خیلی مهم توی این هست که ما ببینیم کارخانه جات میان تولیداتشون رو کم میکنن یا اینکه میان قیمت هاشون رو میارن پایین. اینا بحثه است که اینجا هست و من احساسم اینه که تورم میفته جلو و یه چیزی هم میگم، تورم وقتی مارش برام مهمه که مارش توی اپریل میبینیم ولی قبلش یه جلسه داریم، قبلش یه جلسه FOMC داریم. شاید حتی توی جلسه مارش ما اولین ریت رو کم کنیم، خیلی منطقی هست این کار انجام بشه. یکی از دلایلش دلایل پولی و مالی هست که اگر فرصت بشه راجعش صحبت می‌کنیم. مرسی از شاهین جان. دکتر از شما میپرسم، چون شاهین به تورم اشاره کرد، 7 ماه پشت سر همه که حقوق و دستمزد حقیقی رشد مثبت داشته، خب به هر حال این تحریکی برای ناحیه تقاضا و ترس از بازگشت تورم ایجاد میکنه. اما در مقالات اخیری که من مطالعه میکردم دکتر، بارها و بارها با این مغلطه مواجه شدم که شاید من واژه درستی استفاده نکردم تحت عنوان مغلطه، که تورم حال حاضر آمریکا رو با تورم دهه 70 و 80 قیاس میکردن و هیچ ادله‌ای هم برای قیاس موجود نبوده الا قسمت هایی که مربوط به بازار کار بوده، یعنی دستمزد و حقوق بوده که خب طبیعیه، و قسمت انرژی.
در صورتی که خب اولین جایی که میشه باش مخالفت کرد اینه که در دهه 70 ما تورم ناحیه کاسپوش رو داشتیم میدیدیم، تورم فشار هزینه بوده، تورم ناحیه تقاضایی وجود نداشته، و در دهه 80 اگر ما مجدد بازگشت تورمی رو دیدیم، اون میشه گفت آیا استاد، حالا اگه اشتباه من میگم شما بفهمید که من اشتباه میگم، ترکیبی از کاسپوش و دیمنپور بوده. اما آن چیزی که ما در سال 2021 به بعد دیدیم بخش عمدش برای دیمنپول بوده. پس قیاس تورم حال حاضر با دهه 70 و دهه 80 و انداختن این دو تا چارت روی هم دیگه و استفاده کردن از این شهود برای اینکه تورم باز خواهد گشت و به قدرت باز خواهد گشت و به فدرال رزرو موفق نخواهد بود، من این رو دچار عیب و نقصان می‌بینم. من می‌خواستم از شما این سوال رو بپرسم که این رشد دستمزد حقیقی که برای 7 ماه ادامه داشته و مثبت بوده و سایر موارد حتی یعنی کامودیتی، حتی تقاضایی که ممکنه وجود داشته باشه، با توجه به اینکه چین هم در دام تورم منفی گرفتار شده، آیا خطری برای بازگشت تورم وجود دارد دکتر یا نه؟ چون نظر شاهین رو شنیدم، نظر شاهین اصلا این نیست و میخواستم نظر شما رو در این رابطه بپرسم، آیا تهدیدی برای بازگشت تورم وجود دارد یا نه؟ بله، اولا تشکر میکنم از شاهین جان، خیلی مطالب مفیدی رو گفتند و واقعا من لذت میبرم هر وقت در این لایو شرکت میکنم. تشکر دوم و قدردانی از مهدی جان به خاطر سوال خیلی خوبی که مطرح کردن و من اصلا انتظارشو نداشتم که این سوال مطرح کنید. حالا خدمت رو عرض میکنم. ببینید، واقعیت این است که فریدمن وقتی که گفتن تورم یک پدیده پولی و فقط پولی است، دلیلی داشت که این مسئله رو مطرح کردن. ببینید، همیشه تورم یک جنبه کاسپوش داره. اون کاسپوش از محل افزایش دستمزد هست. پس بنابراین وقتی ما داریم مثلا فیلیپس کرو رو مطرح میکنیم که ما در دوره اقتصاد کلان اگه خاطرتون باشه آقا مهدی چندین بار روی فیلیپس کرو یا نیو کینزیان تیوری آف اینفلیشن یا نظریه نیو کینزی تورم بارها توضیح داد که وقتی که شما یک موج افزایش تقاضا به دلیل چاپ پول، به دلیل خلق پول به وجود میاد، در نهایت کارگران به اینجا میرسن که در نگوشیشن خودشون، در اون در واقع رفت و آمدی که با کارفرما دارن، فوق بالاتر رو درخواست میکنن. این لاجرم همیشه اتفاق میفته، نمیشه اتفاق نیفته. خب اگر اتفاق نیفته چی میشه؟ خب کارگران دست از کار میکشن، عرضه نیروی کار کم خواهد شد. خب پس همواره شما وقتی تورم کاسپوش دارید، تورم کاسپوش به دنبال تورم دیمنپول ایجاد خواهد شد. این یک نکته است که باید روش توجه بشه. نکته دیگه، در دهه 1970 وقتی که اوپک به وجود آمد، با هماهنگی بین ایران و عربستان سعودی اوپک به وجود آمد، خب قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرد. برداشت در کشور غربی این بود که دلیل تورم افزایش قیمت نفته. هنوز که هنوز ما چنین ادبیاتی رو در رسانه میبینیم، ولی در محافل علمی خیلی وقتا رد میشه. یعنی این که شما بگید قیمته، اصلا شما، حالا این چیزی که تو ایران من مصاحبه داشتم اونجا اشاره کردم، تو ایران میگن هسته سخت تورم، نمیدونم شنیدید یا نه. این من اصلا چنین چیزی من اصلا پیدا نکردم تو ادبیات در دنیا. من فکر میکنم این کور اینفلیشن بوده. حالا چرا این مفهوم رو مثلا تو ایران برگردوندن و تغییر دادن نمیدونم، ولی میشنم از افرادی که خیلی مطرح هستن در کشور این هسته سخت تورم رو اشاره میکنن. حالا چرا کور اینفلیشن؟ منظورش این نیست که هسته ای وجود داره، هسته سخت مثل هسته داخل زمین، نه. ببینید، کور اینفلیشن یعنی قیمت انرژی و قیمت فود یا قیمت غذا، چون نوساناتش بالا هست. اینکه شما این دوتا قیمت رو هم داخل شاخص خودتون در نظر بگیرید، معیار خوب برای تصمیم گیری نیست. بنابراین ما از اینفلیشن رسیدیم به کور اینفلیشن، یعنی به جای اینکه مثلا تورم مصرف کننده داشته باشیم، تورم هسته مصرف کننده داریم که در کشور پیشرفته نرخ انرژی و غذا رو ازش جدا کردیم. و البته بعدها کشاهی جان خودشون مطلع هستن، شما مطلع هستید، پی سی ای رو مطرح کردیم که گفتیم این باز بهتر جواب میده، چون افراد عاقلند
وقتی ببینن مثلا قیمت، مثلا در ایران اگر ببینن قیمت گوشت قرمز بالا رفته، گوشت ماهی ممکن مصرف کنن، گوشت در واقع مرغ ممکن مصرف کنن، سویا ممکن مصرف کنن. افراد عاقلن، این تغییر سبد مصرفی رو هم اومدن در نظر گرفتن. الان معیار اصلی فدرال رزرو پی سی است. خب حتی در پی سی هم شما میتونید کور پی سی داشته باشی. ببینید چقدر ما با یک مفهوم خیلی ساده شروع کرده دنیا در عرض 30 سال 40 سال، ببینید چقدر این رو دقیق و مرتب و منظم اومده ارائه داده. خب حالا سوالی که شما میفرمایید، من اتفاقا چند روز پیش بود در این مورد مطلبی رو خوندم که اومده بودن یک سروی انجام دادن از بزنس ها مثلا در امریکا. این سروی که انجام دادن به این صورت هست که تقاضاشون کارکنان، کارمندان، کارگران، اینها با یک فضای تورمی مواجه بودن، هم تقاضا برای افزایش دستمزد رو دارند و بنگاه ها به تأخیر انداختن تقاضایی برای افزایش دستمزد رو. حالا برداشت این است که در طی چند ماه آینده بنگاه ها شروع کنند به افزایش دستمزد و اگر این اتفاق بیفته، باز برداشت برای این است که ما یک تورمی رو داشته باشیم به خاطر این افزایش دستمزدی که صورت گرفته. من واقعیتش این است که در واقع با دانشی که خودم دارم، دانش محدودی که خودم دارم، یک مقدار این استدلال برای من یک مقدار محل سواله که احساس این بود که شاهین هم با من همسو هست در این قضیه. حالا شاهین جان شما اگر نظر دیگری دارید بفرمایید. چرا؟ برای اینکه از یک طرف در واقع اگر که وارد شرایط رکودی بشیم، این افزایش قیمت دستمزد صورت نمیگیره. از سوی دیگر اگر در آستانه شرایط رکودی باشیم، این افزایش دستمزد میتونه خیلی خطرناک باشه، رکود رو تشدید کنه. از سوی دیگر افراد وقتی که دستمزدشون هم افزایش پیدا کنه، اگر پیش بینی شرایط رکودی رو داشته باشن، سیوینگشون افزایش خواهند داد تا حدی. و اصلا کلا افراد همه دستمزدشون رو میان مصرف کنن که خب، بنابراین این که ما بگیم که حالا برفرض که افزایش دستمزدی هم باشه، این که ما بگیم این افزایش دستمزد موجب میشه که تورم بالا داشته باشیم خیلی بعیده. اصلا تورم کاسپوش تورم بالا نیست برادران عزیز، دوستان عزیز. این فقط تو ایرانه که تصورش اینه تورم کاسپوش، میگن قیمت ارز بالا رفت تورم فلان، اینا فقط تئوریای مخصوص این کشوره متاسفانه، نه که قیمت ارز تأثیر نداشته باشه. این نحوهی که این عزیزان مطرح میکنن نشان میدهد که پشتوانه نداره بحثا. خب پس بنابراین این اگر مسئله چیه، فقط این نکته رو عرض کنم، تریبون رو بدم خدمت شما. نکته اینجاست که این تأخیر در افزایش دستمزد در نهایت احتمالا تا یه دستمزد رو افزایش میده، اون تورم 2% سخت به دست میاد. یعنی تورم شما 2.5% خواهد بود، 3% خواهد بود. حالا فقط هم این نیست، مثلا استراکچرال اینفلیشن اگر شما بخواید در نظر بگیرید، تورم ساختاری، شرایط اقتصاد کلان از سال 2000 شما در نظر بگیرید تا سال 2020، به مدت 20 سال شرایط اقتصاد کلان دنیا در این جهت بود که تورم کاهنده باشه. مثلا چینی وجود داشت که تبدیل شده به کارخانه دنیا و این چین کالا رو بسیار ارزان تولید می‌کرد. این توصیه که من اینو فقط بگم خاطر بدم، ما توصیه کردیم این افراد نادان، ما توصیه کردیم آقا واردات خودرو رو آزاد کنید. نادانان تصورش این بود که ما میخوایم واردات خودرو آزاد بشه، ثروتمندا ثروتمندتر بشن و کارگران بدبخت بشن، بیکار بشن. نه عزیز من، اقتصاد تو ترین اولویت کنترل تورمه، همینطور که داره در آمریکا انجام میشه، همینطور که الان داره در آرژانتین و ترکیه انجام میشه. الان ببینید ترکیه و ایران پارسال دقیقاً مثل هم عمل میکردن، امسال کاملا متضاد دارن عمل میکنن. خب حالا بذاریم بریم جلوتر ببینیم کدوم موفق میشن دیگه. یعنی فرزینومیکس موفق میشه یا آقای اردوغان که نظرش تغییر داده و در واقع بانک مرکزی رو در اختیار یک فرد کاردان قرار داده، کدوم موفق خواهند شد؟ خب من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، بعدا باز خدمتتون هستم. سلامت باشید، مرسی از شما استاد عزیزم. شاهین یه مقدار تو دی پوینت میخوام صحبت بکنم، برای بچه‌ها یه مقدار ملموس‌تر باشه. شاهین عزیزم، ریسکی تحت عنوان ریسک رکود رو شما هم موافق بوده که در 2024 وجود داره و دیگر به قدرت قبل در زمین سافلندی ها نیستی و ما این زمانش رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما اشاره کردی به چیزی که میتواند این رو جابجا کنن. من توضیح میخوام در اون رابطه، یعنی اگر شرایطش رو داری توضیح بده، اگر نه سوالم رو تغییر بده. وقتی که صحبت از رکود میشه، بریم تعریف رکود یعنی چی معنی. خب
تعریف رکود یعنی بشه اپریل شما اولین جی دی پی تون که ادوانس هست بیاد و این منفی باشه، توی اپریل هستید. خب بعد که اینجوری نیست که ام بی آر بیاد با این چیز کنه، چون 6 7 تا آیتم ماژور داره. خب کناش اشتغال هست، کناش خود سی پی آی هست، پی سی هست، از پی سی از همه مهمتر از چون ریالوکیت هست، همین مسائلی که آقای دکتر گفتن. پس از این منظر مهدی، یعنی فد با یک دیتای وحشتناک لگین طرف هست برای رکود. اما این که بگم آقا سافت لندینگ حتما مثلا با درصد 60 یا رکود با درصد 70 هست، نه، من اینو گذاشتم در اختیار اطلاعاتی که دارم از مارکت میگیرم. حالا چند تا موضوع پولی چون که آقای دکتر گفت رو با همین اد میکنم مهدی و یک توضیح خیلی ملموس‌تر میدم. آقای فریدمن که میگه آقا مثلا کنن تورم پدیده پولی هست، یک چیزی هست کاست پوش، ما گفتیم یکم دیمند کاست پوشه، یه بخشش ویز هست که حتی ویز پوش هم بهش میگن و الان داریم میبینیمش. اما مشکلی که ما داشتیم و اون مشکل مرتفع شده در تورم، کاست پوشی بوده که ایراد از سابلای چین داشته و سابلای چین کلن از بین رفت. یعنی ایراد از سابلای چین فارسی استفاده کن ببخشید. آره، مشکلات زنجیره تامین یا توی دیتای پی ام آی ما بهش میگیم سوپلایر دلیوریز یا تامین کنندگان کالا، کسایی که تاخیر دارن یا ندارن، این از بین رفته. پس اون مسئله که آقای دکتر میگه مربوط به کاست پوش تقریبا داره از بین میرود. اون بخش لیبر شورتیج هم که من گفتم داره از بین میرد، مهدی ویژو اجازه رشد بهش نمیده. اگه دقت کردید توی صحبت های قبلی گفتم دیگه رشد دستمزدهای شما نمیبینید. حالا اینکه ریلش داره مثبت میشه به خاطر بحثی است که داره با اینفلیشن تعدیل میشه مرتبا. این از این موضوع. همزمانش میتونید یک دیتای دیگه هم بهش بچسبونید، خود دیتای پی پی آی. دیتای پی پی آی رو وقتی نگاه میکنیم، حالا البته توی بخش همه دیتای پی آی نه، یه بخشی از دیتای پی پی آی هست که به شدت لیدینگ هست با سی پی آی، اونم کاملا محو شده. یعنی این بخش رو بذارید کنار، فقط چیزی که میمونه دیمند پول. آره دکتر صحبت خیلی یعنی دقیقاً تو دی پوینت بود دیگه. شما اگر درآمد هاتون بره بالا، یک در واقع در تابع مصرف هر اقتصادی یک مصرف مستقلی شما دارید بعدی، به علاوه یک مصرف الغایی هست. خب مصرف مستقل شما که بوده و هست، چرا؟ چون اگر نبود که شما الان توی رکود بودید. مصرف مستقل هست، اگر درآمد شما اضافه میشه میره توی سیوینگ شما که در مجموع یک مجموع پسندازهایی میسازه. پس از این منظر هم ما مهدی در واقع اون کشش شدید تقاضا برای اینکه نرخ ها رو بخواد ببره، در واقع تغییر قیمت های سعودی داشته باشه رو هم نداریم، مخصوصا اینکه شما در فضای تقریبا دیفلیشنری هستید، یعنی سنتیمنتی دارید که قیمت ها احتمالا کاهش پیدا کنه. اینها رو بذارید، یعنی داده سنجی ما بذارید کنار، حالا بیاید سراغ بحث پول. شما اگر حرفای میلتون فریدمن رو قبول داشته باشید، باید بپذیرید که هیچ راهی ندارید اگر برای اینکه بخواید کنترل تورم کنید پولا رو حذف کنید. فد از بالانس شیت تقریبا 9 تریلیون دلاری مهدی از اپریل 22 رسیده به 7.7 تریلیون دلار، تقریبا 1.28 تریلیون دلار، 1.3 تریلیون دلار اینا انقباض در بالانس شیت داشتن. این مهدی برمیگرده ماکرو لگین ما، این با یک تأخیری، چون این وسط شما وقتی این دارایی ها رو دارید و دارید مرتبا پس میدید و میذارید، یا اینکه از دولت میگیرید که اینجا البته جزئیات داره، من عدد رقم هم دارم راجع بهش آقای دکتر. اینها آقای دکتر هر ماه باید 60 میلیارد دلار از تریجری در واقع امها کنن، پول امها کنن. حالا این وسط شما اوراقی رو دارید، اوراق اگه بگیم باند، حالا بیل و نوت هم بذاریم کنار، اوراق دارید که خودشون ماتوریتی میشن، خودشون سررسید میشن. خب فد اومده چیکار کرده؟ فد اومده بالانس شیتش رو به سمت باند کوتاه مدت برده. وای دکتر به سمت ببین چقدر آره، بحث اوپن مارکت اپریشنی که آقای دکتر گفت، وقتی اینا رو آدم نگاه میکنه میخونه اصلا میگه اینا چه مخایی دارن. و طبیعی است که شما نرخ 9 در واقع ریت تورمی 9 رو میکنید مثلا 3 6 درصد انقباض در تورم بده. این طبیعی است وقتی که شما این کارا درست انجام بدید. اینا چیکار کردن مدی؟ اینا اومدن سمت باند کوتاه مدت و با باند کوتاه مدت مرتبا این عدد 60 رو کنترل کردن مدی. 60 تریلیون انقباض رو کنترل میکنن، یعنی اگر اضافه داشته باشن میخرن، اگر کم داشته باشن بیشتر میفروشن تا به 60 فیکس برسن، 60 تریجری. من این کارو با دقت انجام میدم و اولویت یکیشون هم مدی تثبیت ریت ها است.
و اجازه نمیدن در واقع از اون کانال های ریت های کوتاه مدتی هیچی خارج بشه. اینو داشته باشیم. حالا مهدی ما این سقوط رو داشتیم و با یک لگی گفتیم 18 تا 24 ماه همیشه خودش رو در بخش حقیقی اقتصاد میرسونه. اگر اینو مهدی بذارم کنار همه انقباضات year over year، یعنی درصد امهای پول نسبت به سال قبل، ما در یک شرایط کاملا منفی هستیم و این خبر از یک سقوط تورمی میده، یک حالت نیمه رکودی. تاییداتش رو از کجا میگیری شاهین؟ تاییداتش رو من از بخش PMI manufacturing میگیرم که رسما میتونیم بگیم در بخش ریسیشن قرار گرفته. تنها بخش هایی در PMI زنده هستند و زنده که میگم یعنی در حال رشد هستن و اعدادشون در محدوده ریسیشن نیست، همون بخش مهدی مصرف مستقل هست. ما بهش میگیم سی بار یا سی صفر. مصرف مستقل، مصرف مستقل چیه؟ خوراک، کمی پوشاک، ارتباطات، حمل و نقل و اینجور چیزها. اینها سر جاش هستن. بقیه بخش ها معادن، تولیدات مواد شیمیایی، اینها مهدی اینا رفتن پایین. پس اینا تاییداتی هستن از اینکه ما طی ماهای آتی میتوانید تورم رو حتی پایین‌تر. خیلی اتفاق بزرگی مهدی ها، یعنی شما این و این شرایط رو اینجوری دارید پله پله همه تئوری‌های اقتصادی رو، جان مینارد کینز، نمیدونم خود اون کسایی که حالا فیسکال تئوری ها هستن و خود این مانیتاریسم یعنی پولگرایان، همه این تئوری ها رو جاری کردن و در کنار این سیاست های عجیب کوانتیتیو تایتنینگ و کوانتیتیو ایزینگ و کنترل بالانس شیت فدرال رزرو دارن تورم رو جمع میکنن و این اتفاق مهدی میفته در سال آینده. حالا اینجا مهدی، اینجا این سوال شما که در مورد رکود هست، اتفاقی که اینجا میتونیم ما بگیم ترس از رکود هست، از اونجایی که مهدی بخش بزرگی از مصرف مستقل آمریکایی ها، اون مصرف الغایی که از طریق دادن کردیت و در واقع وام های ارزان و خرید خانه های مردم هست، اینه اون مصرف مستقل. بخش اعظمش که میگه تقریبا 2/3، 66%ش تقریبا مربوط به بخش خدمات هست مهدی، اون بخش خدمات، این سرپا نگه داشته. این سرپا نگه داشتن خدمات که در واقع بار جی دی پی و بار مصرف اقتصاد داره به دوش میکشه مهدی، تا این اتفاقی براش نیفته شما چیزی به اسم رکود رو نخواهید دید. اشتغال حد اکثری هم مهدی در بخش خدمات آمریکا هست. بنابراین اینجا شما یعنی بخش اون که آقای دکتر میگه رکود خفیف، دقیقا این رکود خفیف، رکود معنیش اینه که شما در تمام بخش های اقتصاد در واقع رکود مستوری شده باشه. اما اینجا ما فقط توی بخش مانیفکتچرینگ داریم، اونم همه بخشاش نه، یه بخشی که مربوط مصارف مستقل مردم هست اونجا هم همچنان اوکی هست. بنابراین از این منظر ما میتونیم بگیم که رکود اتفاقش شاید مهدی، فقط شاید مهدی، خود فرمز ها زمین بخورن به دلیل اون کردیت هایی که دارن. اون بحثش جداست، یعنی ما مرز میذاریم بین رکود در بخش حقیقی اقتصاد و بحران در بخش مالی. این دوتا رو از هم تفکیک. بحران در بخش مالی اتفاق مارچ سال 23 بود، سیگنچر سیلیکون ولی، مشکل لیکویدیتی و اون داستانش، اون رو جدا میکنیم. و فد اتفاقا توی دایبه قبلی هم صحبت کردیم، فد نشون داد که از در پشتی در واقع اینا رو ساپورت میکنه. FDIC هست، BTFP هست و دیسکانت ویندو. حالا اگر من اینو صحبت فنی رو بخوام یکم یعنی ساده ترش کنم برای بچه ها، من انتظار دارم که تورم کاهش پیدا کند. عاقلانه است که فد اجازه دهد ریت هم با همین در واقع کاهش تورم ها با یک ضرب آهنگ کوتاه‌تری، با یک ضرب آهنگی، با یک فاصله در واقع اون ریت ها رو بیاره پایین، که اجازه نفس کشیدن به بنگاه های اقتصادی که ما ریفایننس کنن رو بدهد. اینجوری باشه مهدی؟ اینجوری باشه با توجه حالا یه بخش فیسکالی هم میخوام با یه دکتر صحبت کنیم، بخش سیاست های مالی که مربوط به دولت هست و اون کسری بودجه دولت آمریکا و 33 تریلیون و 34 تریلیون، این هم صحبت کنیم که اون خودش مزید بر علت وجود پول در اقتصاد هست مهدی، اون خودش دلیل و مزید بر علت ادامه رشد بازارهای مالی هست مهدی، و این موضوع باید امشب دارم خودش صحبت کنیم. درود بر تو، خیلی تشکر میکنم ازت استاد عزیزم و شاهین عزیزم. ببینید چند صد نفر دوست بزرگواری که این ساعت از شبشون رو که وقت استراحت گذاشتن و دارن لایو ما رو تماشا میکنن، یک علامت سوال بزرگی درون ذهنشون هست، اون همین که از منظر کلام آیا امکان رشد ایکویتی ها و حالا
من وارد کامودیتی نمیشم، ایکویتی مارکت که در کنارش بخش عمده ای از این رفقا کریپتویی هستن. ایرانی ها خب دسترسی ندارن به استاک مارکت که بخوام اون رو نهایتا به صورت سی اف تی ترید میکنن، نمیتونن به صورت ریل سهم بخرن. بخش عمده سوال تو ذهنشون اینه که آیا رشد بازارها در 2024 میتواند ادامه دار باشد؟ از منظر کلان این راهش باز است که ادامه دار باشد، یا به قدری تهدیدها جدی است که نمیتواند و بهتره که آدم اینجا underrate بکنه داریایی ریسکیشو، وزنش رو بیاره پایین، کمترش بکنه، با بار سبکتری تو 2024 بره؟ و البته من یک پرانتزی رو باز بکنم، چون سوالی از دو عزیز پرسیدم که جزء سوالات میلیون دلاری هم، ما اگر پاسخ این رو به قطع به یقین میدونستیم میرفتیم میلیون ها دلار بدهی تولید میکردیم و لورج میگرفتیم و یک سود کلانی به جیب میزدیم. و تنها کسانی میتوانن راجع به این موضوع به قطعیت پاسخ بدن که از شپ علم استفاده میکنن، همچون رمل و استرلاب، همچون اخترشناسی و این موارد. و ما نه اخترشناسیم نه چیز دیگری و از اینها نمیتوانیم استفاده بکنیم. ولی از لحاظ دو متخصصی که حضور دارن، نظر رو میخواستم بدونم تا کجا فضا به نظر بازه، یعنی مثلا تا 3-4 ماه باز به نظر میاد و بعد فضا تاریک تر میشه، آیا دیدگاهی در این خصوص داریم ارائه بدیم؟ دکتر عزیزم ممنون میشم اول شما بفرمایید و بعد هم اگر شاهین عزیزم ببینید هر چیزی ممکن اتفاق بیفته دیگه، همیشه همین بازارها همیشه همین هستن. ولی یک مقدار مارکت انابالی اتفاق افتاده. ببینید بازارها اصلا بازار چیست؟ بازار مالی با در واقع خصوصیتی که داره، ویژگی که داره، فرق احساساته و این احساسات در یک لحظه برعکس میشه. دقیق میفرمایید، یعنی تا دیروز مثل جریان سیاسی ما تا دیروز میگفتم من امروز در مصده نوز میگم من در مصده بازاره مالی همیشه هم میتونن تا دیروز میگم آقا تورمه امروز میگه نه رفوده. خب پس ما خیلی حواستون باشه اونتا فردی که آگاه تر هست اون چیزه که من بنا دارم اشاره در آینده به صورت کاربردی، یعنی همین مطالبی که شاهیندان اشاره کردن، ما باید اینجوری بیاییم بحث کنیم تا افراد یاد بگیرن، نه اینکه فقط تئوری رو مطرح کنیم، کتاب رو مطرح کنیم. اولش باید اقتصاد کلان درس و اقتصاد پولی درس، ولی بعدش باید کاملا کاربردی بیایم اشاره کنیم. ببینید اتفاقی که داره افتاد در سال 2000 و در همین سالی که درش هستیم در سال 2023 چه بود؟ دو تا از بازارها دچار مارکت انامالی شدن به باور بنده، دو تا از بازارها دچار اوباق شدن، دو تا از بازارها از مسیر بلند مدت خودشون خارج شدن. یعنی در واقع ما تحلیل هایی داریم، حالا امیدوارم شاهین بر ضد صحبت من صحبت کنم که من ببینم کجای نقص داره. خب ولی اون چیزی که ما جرأت نداریم استاد، ما با هم دیگه مقایسه داشته باشیم. ببینید اون چیزی که من دارم میبینم این هست که روند بازار به نفع باند به شدت در سال 2023 تغییر کرد، بازار ایکویتی به شدت رشد کرد، اوورولیو شده به باور بنده، مخصوصا سهام تکنولوژی به باور بنده اوورولیو شده. وقتی که بازار ایرشنال هست، وقتی بازار غیر منطقی هست، به قول کینز میتونه بیشتر از عمر شما به این غیر منطقی بودن ادامه بده. این هست که من میدانم، یعنی معلومه بتوانم از این استفاده مالی بکنم. چرا؟ چون بازار تا همون امروز که ایرشنال به نظرم عمل کرده، ممکنه در 6 ماه دیگه تا 1 سال دیگه تا 2 سال دیگه ایرشنال عمل کنه. ولی روزی که بازار به سمت تعادل برگرده، یک جریان پول بزرگی از سمت اکوتی، از سمت سهام به سمت باند صورت خواهد گرفت. الان که همه، البته شاهین مطلب خوبی داشت، اگر بعد از چیز بتونه برای من بفرسته خیلی ممنون میشم. من ترکیب اسید که فدرالیزه به من تونستم پیدا کنم، خب برداشتم این که این دو ماه پیش، سه ماه پیش که همه فروشنده اوراق بلند مدت شدن در بازار، خب برداشتم این بود که فکرهای فد و سیاست های پولی و سیاست های مالی هر دو در جهت این بوده، چون بهترین روشی که شما میتونید تورم رو کنترل کنید این نیست که نرخ پایه رو افزایش بدید، اینه که نرخ بلند مدت افزایش پیدا بکنه، چون بلافاصله روی اینوستمنت تاثیر میگذاره. یعنی اینا کاری که این دفعه دارن انجام میدن از یک عمر خیلی وسیعی برخورداره، خیلی خیلی دقیق دارن این دفعه کار میکنن به باور بنده. و این در واقع ترکیب
ترازنامه فدرالیزم خیلی اینجا راه گشاست. شما ببینید که آیا اوراق بلند مدت فروخته، یعنی آنچه که باقی مانده آیا اوراق کوتاه مدته یا آنچه که باقی مانده اوراق بلند مدته. دقیقا این خیلی میتونه راه گشا باشه. حالا اگر که شما در واقع در این زمینه اطلاع دارید بفرمایید ممنون میشم. من عرضم رو تمام کنم. برداشت من این است، دو تا بازار، یکی بازار کریپتو، یکی بازار سهام، از تعادل خودش خارج شده. البته واقعیت این است که کل بازار سهام از تعادل خارج نشد، یعنی بجز سهام‌های تکنولوژی و برخی از بخش‌های خاص، برخی از سکتورهای خاص، اصلا خیلی از سهام‌ها ریزش هم داشتن در این مدت. ولی کل بازار شما می‌بینید که شاخص S&P داره به حد به نزدیک 5000 میرسه. اجازه بدید که جنیر افکت هم داشته باشیم. یه مارکت انومالی هم جنیری داریم دیگه معمولا در بازارها. خب یک هفته دیگه مونده دیگه، یک دو تا سه هفته دیگه جنیر افکت هم که تموم بشه، حالا ممکنه از جنیری شروع بشه، ممکنه از فوریه شروع بشه، ممکنه یه سنه فوق بشه، نمیدونم. ولی یه دفعه می‌بینید که یه شوکه، یه دفعه می‌بینید که بازار سهام شروع می‌کنه به ریزش کردن. و اگر ریزش بکنه اون وقت مثلا S&P 500 که دو هفته سه هفته دیگه احتمالا 5000 هست، به حد مثلا 3800 ممکنه کاهش پیدا کنه. من برداشتم اینه، یعنی یک تلاطم خیلی بزرگی ممکنه در بازار سهام باشه. اگر این تلاطم بزرگ باشه، آیا نقدینگی میره به سمت مثلا بازار کریپتو یا نه ولت افکت اتفاق میفته؟ یعنی وقتی حراس به وجود بیاد، خب ببینید یک نکته خاصی هست برای کسایی که میخوان پولدار بشن. من اینو خدمت عرضم سیکرته، البته اینو باید دوستان رو شارژ میکردیم به خاطر این، حالا بعدا در کلاس ها شرکت خدمت عرض میکنم. نگاه کنید دوستان عزیز، هر وقت که بازار حراس پیدا کرد شما میتونید یه عالم پول در بیارید. اگر بازار دچار حراس شد، دچار پنیک شد، شما میتونید یه عالم پول به دست بیارید. چون رفتار بازار در حالت پنیک، در حالت حراس همیشه به هم شبیهه. یه مقاله میتونی مقاله خیلی قوی هم آقای نداری زحمت کشیدم دادم ترجمه کردم، ما در کلینیک اقتصاد قرار داده فکر کنم اسمش از حراس بازارها یک چنین چیزی، بیم و حراس بازارها در کلینیک اقتصاد هست، بخونید مقاله رو، جالبه. رفتار افراد در زمان حراس خیلی رفتار عجیب. ریسک اسست رو میپوشن. یعنی چی میپوشن ریسک اسست رو؟ یعنی خونه که دیگه خرید فروش نمیکنن، تموم شد. خب یک کوچه رو میفروشن، سهام رو میفروشن، براشون فرق نمیکنه سهام بنیادی باشه، ولیو استاک باشه، گروت استاک باشه، اصلا براشون مهم نیست، سهام میفروشه. اگر که ریسک اپتایت بره، اگر اشتها برای ریسک پذیری از بین بره، من برداشتم اینه که چی هم میفروشن؟ کریپتو هم میفروشن، چون بالاترین ریسک وجود داره. خب پس حواستون جمع باشه چی دارم میگم. حالا پس حالا نهید بگید سعد ندی اشتباه کرد. خب من میدونم دارم در مورد چی صحبت، مکانیزم رو توجه بفرمایید. خب پس اگر بازار سهام ریزش بکنه که احتمالش من میدم بعد از جنیوری یا در انتهای جنیوری ممکنه باشه یا تا 6 هفته بعدش، هر زمانی که بازار سهام سقوط بکنه برداشتم این است که ریسک اپتیتاید از بین خواهد رفت، افراد ریسک پذیریشون به شدت کاهش پیدا میکنه، در واقع تسلطی که به خودشون دارن این کاهش پیدا میکنه. اگر این اتفاق بیفته میرن به سمت چی؟ میگن فلایت تو کوالیتی یا فلایت تو سیفتی، یعنی پرواز به سمت امنیت، پرواز به سمت کیفیت. منظور از کیفیت چیه؟ شنیدید میگن بانک‌های مرکزی باید ترازنامه‌شون کیفی باشه، از کیفیت بالا برخوردار باشه، یعنی اوراق. میرن به سمت اوراق بخرن، پس قیمت اوراق به شدت افزایش پیدا میکنه. این خیلی به نفع فدرال رزرو هست، چون اگر قیمت اوراق افزایش پیدا بکنه در واقع نرخ کوتاه مدت کاهش پیدا میکنه، یعنی اصلا اون عملیاتی که باید انجام بده، اون عملیات عمومی عامل بازار رو بازی باید انجام بده، به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی انقدر شدید لازم نیست اینتنسیتی داشته باشه. من یه دونه نمودار دیگه گذاشتم توی همین در واقع استوری کردم امشب که این نشون میده که اصلا شما شاید نگاه کنید نتونید تحلیل کنید، حتی دوستانی که در کلاس سیاست گذاری پول بودن ممکنه نتونن تحلیل کنن چطور یه زمانایی مثلا رکود شده، مگه در رکود همه نمیرن اوراق بخرن؟ پس چطور خرید اوراق فدرال رزرو منفی بوده؟ واقعیت اینه که ممکنه انقدر این حراس شدید باشه، انقدر مردم و شرکت ها اوراق خریداری کنن که فدرال رزرو حتی اوراق خودشو بفروشه، چیزی که در سال 2008 اتفاق افتاد. اون نمودار رو ببینید، درس های خیلی زیادی رو داره. پس اگر بخوام توصیه‌ای داشته باشم،
توصیه‌ام این هست که دو سه هفته وقت دارید دوستان عزیز، اگر در داخل بازار CFD هستید مثلا یا در داخل بازار کریپتو هستید، اگر در سهام‌های خارجی سرمایه گذاری کردید مثلا سهام امریکا، حالا بقیه دنیا واقعیتش داره یک روند دیگری رو میره که خیلی برای من عجیب بوده. مثلا حالا شاهین جان من انتظار داشتم توضیح بدن، بازم یه مقداری در مورد سیاست پولی صحبت کردم بقیه رو دیگه ادامه ندادن. مثلا وضعیت چین که اصلا داره خرج پول میکنه، ژاپن که هنوز داره خرج پول میکنه، اتحادیه اروپا هم در واقع ECB هم خیلی ترازوناش کاهش پیدا نکرده، شرینک نکرده. خب ببین اینا همه بذاریم کنار هم دیگه، آمریکا به شدت داره مقابله میکنه با تورم، بقیه دنیا به نظر میاد فری رایدر شدن دارن استفاده میکنن. حالا اینم باید بذاریم مثلا، حالا این چه مشکلی هست؟ مشکل اینه که دیگه بازار آمریکا مخصوصا در زمینه کریپتو فعال مایشا نیست، یعنی در قیمت کریپتو کل پول در مقابل کل پول فیات اومده در مقابل کل پول مدرن قرار گرفته. خب این دوتا در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. حالا ما میگیم که فدرال رزرو داره به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا یا دومین اقتصاد دنیا داره کوچیک میشه. البته این چیز رو دقت کنید، الان اگر که مثلا نقدینگی امریکا مثلا 20 خورده تریلیون دلار باشه، نقدینگی M2 در چین 39 تریلیون دلاره، 39 تریلیون دلار، یعنی اصلا سالیان سال که نظر پولی چین امریکا رو پشت سر گذاشته. خب این هست که شما اگر خواستی در بازار، من توصیه‌ام هست، من خودم الان در بازار کریپتو کار نمی‌کنم، البته امید داشتم اگه زمان تیمی تشکیل بشه خودم میرم شروع می‌کنم خیلی جدی تو بازار کریپتو کار کردن، چون امکانات رو نداشتم، همین مسائل با آمدی گفتم، چون که نگران این بودم حساب رو ببندند و ایرانی هستیم، اینها بوده که خیلی فعال نبودم در بازار کریپتو. ولی اگر خواستید در بازار کریپتو موفق باشید، حتما به جریان پولی جهانی توجه کنید، به سیاست‌گذاری پولی مدرن حتما توجه کنید. اون کاری که شاهین انجام داد، اگر توضیح بده ممنون میشم، که کاری که در سمینار شاهین جان اومد انجام داد این بود که در واقع ترازنامه بانک‌های مختلف رو، درست میگم، با اینجان یاد نقدینگی رو با هم جمع زدید، یعنی اینا رو به صورت اگریگیت اومد رو حساب کرده و خیلی کار جالبی بود. حالا اگر خودتون توضیح بدن ممنون میشم. خواهش میکنم. میگی قرار نبود که راجع به مثلا چیزه یکم کوچولوتر صحبت کنم، خیلی ماکرو صحبت کنم و اینا رو در حالا اینا رو بلش اومدی. ببینید چرا اصلا S&P اینجور رشدی کرد یا مثلا دو و نزدک یکم بهتر. خب اگر شما راسل و مهدی نگاه کنی و بیایی تغییر راسل، نه ترندش، تغییرات راسل یر اوور یر، یعنی پرسنت تغییرات یر اوور یر، راسل زیاد تکون نخورده، هیچ اتفاقی توی راسل. حالا اینو بذارید کنار دیتای ISM PMI manufacturer، ببینید کاملا کورلیشن داره. همه اینا رو جمع کنید بذارید کنار، هفته شگفت انگیز، خب هفته شگفت انگیز دارن همه چی رو میانه بوده، اینا هم که بخاطر این اینستاگرام بود. خب هفت شگفت انگیز دارن همه چیز رو میکشن بالا. این یک حرکت، یک حرکت، حالا اسم اگر بخوایم براش بذاریم مثلا این بابل اینا هم شاید نباشه، ولی اینکه جریان‌های پولی خیلی گزینشی انتخاب میکنن مهدی و سعی میکنن سوار یک موجی بشن، مثل همین اتفاقی الان افتاده، یه عرصه خبردار بشی نمیدونم توی آلتا، حالا آلت رفت بالا 100% گزینشی، حالا پامچی خیلی گزینشی انتخاب کردن. این نشون میده که اون اینوستور، اون سرمایه گذار یک ریسکی رو به هر ترتیب داره میبینه توی بود. حالا ریسک مثلا سوداوری هست، ریسک عدم رشد هست، ریسک رکود هست، هر چیزی هست و سعی میکنه که خیلی گزینشی عمل کنه. از این باب اگر این هفته در واقع شگفت انگیز رو از توی S&P بذاریم کنار، متوجه میشیم که اصلا اونجور خبر عجیب غریبی هم مهدی نیست. دقیقاً خیلی خبر عجیب غریبی، مثلا فکر کنیم که الان سهام در واقع داره مرتبا همینجور میره بالا و بالاتر و حتی اعداد بالاتر هم احتمال میدم که این تاچ کنه، یعنی شیدایی ادامه داشته باشه تا یه جایی. حالا این از کجا مهدی درایور افتاد پشتش؟ خیلی عجیب که با چند تا دیتایی که یکم حالا سنس این دادن که تورم کنترل میشه، اشتباه هم شرایطش خوب هست، کاهش ریت رو پرایس کردن مهدی. فقط یک کاهش ریت، یک پرایس کاهش ریت، اصلا بخش پولیشو من کار ندارم. خب
تغییرات پول توی اقتصاد که حالا این پولا دست کیا هستن. این پولا اول حالا بچه‌ها اینا رو سرچ کنن بنویسن، این پولا دست بیبی بومرز هستن، یک نسل خاصی توی آمریکا هستن، این پولا دست اینا هستن. اینا مهدی این سهام رو به صورت نمایی رشد خواهند داد، نه فرد نه سال آینده، اینا تا ابد این کارو خواهند کرد. اینا پول دارن، بلدم نیستن کار دیگری کنن، خیلی ساختار ذهنی نسل قبلی ما، آره نسل قبلی همین بایدن و ترامپ و اینا، خب نسل همین آقای مثلا اینا دیگه، این سن و سالا تقریبا توی دهه 6 هم 7 هم 8 هم زندگیشون هست. اینا مهدی این کارا رو دارن میکنن، در واقع اون مردمی که اون لیکویدیتی که توی جامعه در جریان هست، اونا یک جورایی اومدن سمت اورا. آقای دکتر، سال 22 تا 23 تمام باندی که دولت آمریکا منتشر کرده 73% رو هاوسهولد خریده، 73% رو خانوارها خریدن. یعنی خانوارها علی رغم اینکه تقریبا 65% مردم آمریکا سهامدار هستن، ولی اون پولی رو که داشتن، اون سیوینگی رو که داشتن، یا اون انتفاعی رو که از سایر بازارها یا از درآمدهاشون داشتن، تخصیص دادن وقتی به اوراق. چرا؟ چون این کامه، این کام خوبی هم هست. اینو اگر برگردونم آقای دکتر توی سال 20 تا 21 یعنی 2021 برگردونم، خانوارها تقریبا 16% بودن، یعنی 16% هولدر باند آمریکایی بودن و 50 تا 60% فاینانشال اینستیتوشن بودن، همین نهادهای مالی، اهم از پنشن فاند میشه چی، میشه صندوق بازنشستگی، بیمه، اینا بودن، هولدر بودن، به علاوه فارن تمام بانکهای مرکزی خارج از کشور. حالا این دیتا خیلی مهمی هست. چرا؟ چون قرار یه اتفاقی بیفته. وقتی آقای دکتر گفت، الف توی ماکرو کامپاس گفته که یک تقاضای وحشتناکی از سمت والها به زودی بر روی باند خواهد نشست. داریم یکم بازاری صحبت میکنیم. خب اینا چه کار میخوان کنن مهدی؟ اینا ریت های خوبی رو دارن میبینن و توی سال اخیر به دلیل افزایش نرخ ها عقب نشستن. یه وقتی بهترین کار هیچ کار نکردن، اینا نشستن گذاشتن اینا ریت به کجا میرسه، عرض تقاضا کجا نهستن، حالا جایی هستن که چند ماه پیوت رو دارن تجربه، تروخ بخشید توقف رو دارن تجربه میکنن و اولین گام های ورود خودشون رو مهدی دارن استارت میزن. یعنی تمام این اینشورنس کمپانی، تمام این ساختارهایی که نیازمند به این اوراق با این ریت ها هستن، دارن شروع میکنن به نقدینگی وارد کردن به بازار اوراق. چه کار میکنن اینا؟ همون چیزی که آقای دکتر گفت، اینا نرخ ها رو در واقع قیمت ها رو میبرن بالا و نرخ های کوتاه مدتی رو میارن پایین. همزمان خانوارها هم در واقع این جریان پولی رو که حالا اینجا دارن ممکنه بخشیش رو واگذار کنن. اینو بذارید کنار $1.8 تریلیون کسری دولت آمریکا در سال مالی که از اکتبر شروع شده تا اکتبر سال. 0.7 تریلیون هم اگر فد با همین مسیر کیوتی رو تا ته سال مالی بره آقای دکتر، عد میشه به بدهی که باید کی بده؟ خزانه داری. میشه 2.5 تریلیون پولی که کی میخواد؟ دولت میخواد برای مخارج. فرض رو بر این میگیریم مهدی که سود این، ببخشید، 0.7 تریلیون رو خیلی کم داره پیچیده میشه ولی ساده است بچه ها، یه دور اینا رو نگاه کنید ساده میشه براتون. فرض رو بر این میگیریم که این 0.7 تریلیون که در واقع دولت باید بده به فد و اوراق خودش رو ماتوریتی یا پس بگیره و هر کار کنه، اینو از توی ریپو بده. چرا؟ چون 0.7 تریلیون تقریبا 770 میلیارد دلار اینجا باقی مونده. از 2 میلیارد که روز سمینار خودمون بود 2 تریلیون آقای دکتر ما 1.8 تریلیون سقوط کردیم. یعنی 1.8 تریلیون رفت به حساب خزانه‌داری که دوباره اومد توی اقتصاد از سر پا رو نگه داشت همه چیزا. بعدش جی دی پی مهدی، جی دی پی کوارتر 3 که دیگه اسطوره بود. خب حالا وقتی که این پولا رو که داریم توی اقتصاد می‌بینیم که داره چجوری جابجا میشه، یعنی دولت این پول رو میخواد وصول کنه، حالا این پول رو مهدی از کجا وصول میکنه؟ همون 1.7 تریلیون که باقی مانده رو از کجا میتونه وصول کنه؟ یک، اون رو میتونه بدهد به در واقع، یعنی این رو با از بانک مرکزی بگیره و رسما ما دیگه چیزی به اسم کیوتی نداریم، رسما وارد فاز کیو ای میشیم، یا اینکه بیا اینو از بخش حقیقی اقتصاد که به علاوه کشورهای دیگر هست، به علاوه بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر هست، خب اینو بیاد از اینجا تامین مالی کنه.
این تأمین مالی که احتمال میدیم که پنشن فاندا و بیمه ها بیان این تأمین مالی رو انجام بدن، وقتی این پول رو میدن دست دولت، دولت در بخش حیره اقتصاد شروع میکنه اکسپندیچرز کردن و این پول دوباره یعنی از یک بخش که یه جوری پول پارک بوده و اون ولوسیتی رو نداشته توی اقتصاد میاد و میگرده دوباره توی اقتصاد. من این رو به این معنا قرار میدهم که گردش پول در اقتصاد وجود خواهد داشت و بازارهایی مثل بازار سهام مهدی نهایتا یک اصلاحهایی داشته باشن، نه سقوط. سقوط یا اصلاح عمیق که من ریتریس عمیق بهش گفتم، ریتریس عمیق مهدی فقط یک اتفاقی از جنس رکود یا بحران میتونه باعثش بشه و الا این گردش پولی مهدی باعث یک کرش وحشتناک نخواهد شد. پیش شرطش رو عزیزان دقت کنند، کرش یا اون شاید اصلا فرض کنیم ما به محدودهای کف‌های قبلی S&P و بیت کوین هم بخوایم برسیم، تنها با یک اتفاقی شبیه به یک بحران میتونیم، یعنی فقط دلار شورتیج باعثش بشه معنی. یک سلاف سنگین، یک ترس از دست دادن سرمایه و ذوب شدن پول. این موضوعی که آقای دکتر روشن کرد صحبت کردن، این دقیقاً میتونه نقطه شروع باشد مهدی ها، یعنی بفروشید، این فروش اولیه یک اصلاح ساختاری و تعادلی است، اما اینکه این ادامه پیدا کنه و تبدیل به دلار شورتیج بشه هم من باز کم میدونم. بنابراین من اصلاح بیشتر میتونم روش بذارم مهدی، و اینکه رفته رفته یک جریان پولی حتی توی سهام‌های کوچیک هم بیاد. البته رفتار فد هم اینجا خیلی تاثیرگذار است. من فکر میکنم شاید حداقل برای یک کوارتر. دکتر ما یک گروهی داریم به اسم یک دیدبان که این گروه متشکل از کلا 3 نفر شد. دوره هم به هم دیتا میدیم. یک جایی چند روز پیش اتفاقی که افتاد این بودش که شاهین رفت رو منبر و یه 2-3 ساعتی من و شاهین صحبت کردیم. آقا مهدیار که به عنوان چارتیست کنار ما هست، این یک میگم یه گروه خصوصی دکتر، یه سه خصوصی در نظر میگه که فقط با هم اطلاعات شیر میکنیم، یعنی اصلا هیچ چیزی تو ذهنمون نبوده. بعد آرزم خدمت آقا مهدی رو من که بی خود نیست ما چارتیستا میریم سراغ چارت، خیلی مباحث شما پیچیده شد، ما بدش کنم، ما اصلا اهمیت نداریم، بدش کنیم. و الان حقیقتا من به مخاطب حق میدم این پیچیدگی و اگر یک مقدار تو ذهنش ایجاد شده، ولی واقعا پیچیده است. شاهین ممنونم از صحبتات. من دکتر اجازه میخوام و شاهین جان اجازه میخوام چند کلمه خودم صحبت بکنم اگر ایرادی نداشته باشه. سلامت باشید. همواره تحت عنوان معلمی دلسوز و استادی واقعا لایق و دلسوز، دکتر سعدنی به من گفت من نگران توام. چندین بار این جمله رو به من گفت که من نگران توام، چون من با ایشون در ارتباط هستم، بارها گفتن. بله درست میگی دکتر، من کاملا حرف شما رو میفهمم و روزگاری بعضی موقع اینقدر از بازار خسته میشم حقیقتا، انقدر خسته. من الان همین الان تو دوربین دیدم ریشم سکه ای ریخته، متوجه نشده بودم که از دیروز پیروز تا الان این اتفاق افتاده. فشار بازار بعد خیلی زیاده و دکتر دایرکت من، دایرکت شاهین، بچه هایی که تو کریپتو هستن، این نگرانی من رو تشدید میکنن. دکتر من اومدم تو زمین کسایی که سبک کردن دارایی های ریسکی رو برای 2024 و فکر میکنم تصمیم کاملا درستی گرفتم. من به نظرم ماکرو فضا رو برای من حداقل باز گذاشته که طی یک یا دو کوارتر بتونم به قول شاهین در یک کارکشن های اصلاح های یه خریدایی بزنم و مجدد یه موج سودی بگیرم، اما نه به وزن سنگین قبل، با وزنی سبکتر از قبل و با ذهنی بازتر از قبل. من نگران جامعه‌ام، من نگران دوستامم، من نگران سوالاتی هم که شما ارسال کردید رفقا، من نگرانم به خاطر اینکه زبونمون مو در آورد، انقدر راجع به این مسائل حرف زدیم و همو تو کته هیچ کس نرفت. من نگران درگیر fear of missing out و فومو شدن و اینا هستم. این من نگران این وضعیت موجودم و حقیقتا الان در بین کلاس‌های دارایی که شاهین ازم به هفت شگفت‌انگیز اشاره کرد، اگر نسبت ریسک به بازده رو در نظر بگیریم، دومین asset بیت کوین بوده در 2023 که بازدهی خوبی نسبت به ریسکش داده و اولین asset انویدیا بوده و همه اینایی که در قسمت تکنولوژی هستن. و دکتر سعدوندی که میگه امروز به نظر من بازار اکوئیتی آور ولیو، آندر ولیو که نیست. بیت کوین یک جای آندر ولیو بود ولی امروز نمیتونیم بگیم فیر ولیو، حتی نمیتونیم بگیم فیر ولیو،
نه این منطقه منصفانه ای واسش نیست. هیچ ادوایزی من به شما نمی کنم رفقا، فقط میخوام بهتون بگم که روی اون موجی که ادعی سوار شدن تحت عنوان ETF ها، من نظرم رو عرض میکنم و لطفا اساتیدم از من ایراد بگیرن، به قول دکتر نقطه مقابل من باشید. بالاترین وزن کماکان آن چیزی که مارکت کریپتو رو هدایت میکند، حداقل در ترند های اصلی، نه میلی موج ها، نه در ساب ترند ها، اقتصاد کلان و اقتصاد پول است آن چیزی که هست. و بعدش بریم به سراغ بیزینس سایکل، ادوار تجاری که وجود دارد. بالاترین وزن تاثیرگذاری کماکان این داره در 2023 هم همین رو داشته. آن ریسک هایی که غیر قابل تشخیص است برای ما، حداقل در کوتاه مدت دکتر، ریسک تحت عنوان تایید پذیرفته شدن صندوق های قابل معامله ای در بورس بیت کوین، ETF های اسپات بیت کوین باید بیاد. من یک اشاره میخوام بکنم این قسمت که رفقا، این صندوق ها صندوق های کلوزد اند نیستند. که صندوق کلوزد اند چه صندوقیه؟ یک سری به زبون خیلی ساده، یک سری دارایی شما خریداری میکنی، به ازای اون دارایی یک تعداد سهامی منتشر میشود، این تعداد سهام فروخته میشود و دیگر کسایی که اون سهام رو خریدن، اگه قرار اون سهام رو معامله بکنن، میرن تو بازار ثانویه، میرن تو بازار بورس اون رو معامله میکنن، با خود صندوق در ارتباط نیستن، اون دارایی دیگه کلوز شده، حالا فرست کلوز و فاینال کلوز هم داره، ولی اون دارایی وقف میشه دیگه، اونجوری شناور نیست که هی مقدارش تغییر بکنه. گریسکیلی که بالاترین میزان بیت کوین ها رو داره عزیزان دارم، از نوع صندوق های کلوزد اند، صندوق هایی که پیش روی شما هستند و ما هستند تماما اوپن اند هستند. اینا صندوق هایی هستند که شناور مقدار موجودیشون، اگر من تصور این رو دارم که با اپروف شدن ETF ها موج بسیار شدیدی از نقدینگی قرار است هدایت شود به سمت کریپتو، آخه چرا باید این اتفاق بیفته؟ من اصلا کاری ندارم ETF خوب یا بد، اون یه بحث جداگانه است، میشینیم با تفکرات کریپتوییمون با هم صحبت میکنیم، اما اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟ یک محرکی باید وجود داشته باشه که به قول استاد عزیزم دکتر سدوندی ریسک اپتایت ایجاد بکند، ریسک پذیری ایجاد بکند. بله بپذیریم باشه بخشی از پول موجود در ایکویتی مارکت یا مانی مارکت هدایت شود به سمت این کلاس دارایی جدیدی که داره صورت میگیره. صندوقی که صندوق‌های پیش روی شما و ما در اکتبر و در نوامبر، من عدد دقیق دارم خدمتتون عرض می‌کنم، بالغ بر 43,000 واحد بیت کوین خریداری کردن، اما در دسامبر تا به این لحظه، آمارم لایو لایو بچه‌ها، یعنی دقیقا برای یک ساعت قبل از این لایو، 1200 واحد خریداری کردن. چندی پیش من با مهندس مهدی‌زاده عزیزم صحبت می‌کردم راجع به سک، اگر تو این لایو هستن روی ماشون رو می‌بوسم، البته شما آمریکا اختلاف ساعت دارن با ما، یک نکته خوبی رو اشاره کردن. سک از سمت دادگاه تکلیف شده بهش که بررسی بکن وضعیت ETF ها رو، تکلیف نشده که اینا رو اکسپت کن، همچین تکلیفی نشده بهش. آن چیزی که در نگاه کوتاه مدت 5 تا 10 ژانویه پیش روی ما تحت عنوان ددلاین های تصویب یا رد ETF ها واسه خودمون در نظر میگیم بچه، اول در نظر بگیم که این برای آرک اینوست و 21 شیرز و اون بلک راک و اینا یه مقدار داستانشون متفاوت تره و این کاملا اختیارش رو دارد که رد کنه، نه رد کنه، به زمان دیگری موکول کنه و آن زمان دیگر مارچ است، کاملا اختیارش رو داره. دادگاه تیغ نذاشته که شما ژانویه یا تصدیق میکنه یا هیچی، ملزم به بررسی هستی، ملزم به بررسی هستی. دکتر اون قانون آمریکا رو من نمیدونم اسم دقیقش رو یادم نمیاد، اون که پرونده ها یکی هستن یه رأی میدن دیگه بررسی نمیکنن، اونو من عذر ذهن ندارم اسمش چیه، شما اونجا زندگی کردید ما نبودیم. یه مقدار رفقا نسبت به این که ETF ها برای کریپتو خوبه یا بده، اینو بذارید بحثش رو جداگانه، یه مقدار نگاه داشته باشید ETF تصویب بشه تریلیون ها دلار پول برای چه باید به سمت مارکت کریپتو هدایت شود، در صورتی هدایت می شود که جامعه به سمت ریسک پذیری یا ریسک اپتایت حرکت بکنه. در چه صورت این اتفاق می افتد؟ اون کسی که سیاست گذار است، سیاست گذاریاش جوری پیش رفته که این به جامعه الغا شده که شما بروید ریسک بکنید. اگر این به جامعه الغا نشود، یه سلافی تو مثلا ایکویتی مارکت داشته باشین، این ETF ها ولو به تصویرشون چه گلی میخوام بزنن به سر بازار، الان خصوص به خاطر اینکه به صورت اوپن اند هستن، یعنی کاملا شناورن،
دارایی موجود درونشون مثل گریسکیل نیست که برید بگید 600 هزار بیت کوین رو گرفته لاک کرده و دیگه دست نمیزنه بهش. کاملا شناوره و میتونه بیاد بره بر اساس عرضه و تقاضای بازار و بر اساس نت اسید ولیو این کاملا میتونه بیاد و بره. البته نت اسید ولیو رو تغییر داره به لک راد و به جای NAV IIV و وراره یه تغییراتی داده که به خاطر اینکه بازار 7.4 بازه بازار کریپتو. آیا تصویب میشود؟ نمیدانم ولی نظر شخصی من این است که نه نمیشود و به زمان دیگری موکول میشود و اون زمان دیگر مارچ است. چون من نه تو کالباد گری گنسلرم نه جز کارمندای سکم، الانم کارمندای سک تعداد اعظمشون در تعطیلات کریسمس هستن و یکی از ایران نمیتونه راجبشون نظر بده که اینا قرار راجب چی تصمیم بگیرن حقیقتا. ولی نظر شخصی من این است که کاملا پاسداری داده میشود به زمان دیگری. علاوه خصوص مصاحبه آخر گری گنسلر با بلومبرگ دکتر کاملا اشاره میکنه به سلامت بازار اوراق، سلامت سکیوریتیز، کاملا اشاره، یعنی اصلا هیچ اشاره جز اشاره به سلامت بازار اوراق نیست. چرا همون ویلی که شما فرمودید یا مجموع ادله ای که یک هدایتی به سمت دارایی‌های با کیفیت در 2024 هم ممکنه صورت بگیره و اینجا سلامت بازار پول حائز اهمیت است، نه اینکه دادگاه به من رأی تیغ باشه زیر گلو که حتما این رو شما تصدیق بکن. من نظرم عزیزان دلم راجع به بازارها، من به نظرم بازارها، من ریسک رکود رو در نظر میگیرم کاملا، ولی در طی ما هیچ داده‌ای نداریم که امروز راجع به ریسک رکود حتی با احتمال قوی صحبت بکنیم. یعنی مثلا برگردیم بگیم که با ضریب احتمال x درصد 70 درصد به طور مثال رکود اتفاق میفته. من این دیتا رو ندارم، نمیدونم دکتر یا شاهین دارم، ولی تصورم این است که ندارن این عزیزان هم چنین دیتای، چون اینا میشه جزء پیشگویی ها و نمیتوانیم الان پیشگویی بکنیم و دیتا باید منتشر بشه بابت این موضوع. ولی حداقل برای یک کوارتر فضا رو باز میبینم برای اینکه اگر کارکشن ایجاد شد با وزن سبک میتوان ریسک کرد. حالا بچه‌های کریپتویی اگر تو ذهنمونه که بیت کوین تافته جدا بافته ای از ایکویتی هست، من تصورم چنین نیست. ایکویتی مارکت ریزش داشته باشد، بیت کوین استور اف ولیو نیست، ذخیره ارزش نیست و نخواهد هم بود فعلا. ها ممکنه بگیدین با تصورات ماکسیمالیستی متفاوته. بله متفاوته، من تصورات ماکسیمالیستی رو دیگه ندارم، مدت هاست که ندارم. کماکان مسیر بیت کوین رو اصلاحی می‌بینم، ژانویه رو بهش علل خصوص تایید شدن اونا خوشبین نیستم، ولی من نه گری گنسلرم نه کارمندای سکم، فقط نظرم رو دارم عرض میکنم و ادله‌ام آوردم برای نظرم، فکت آوردم برای نظرم. حالا این وسط ریسک رکود رو هم بیاریم، من میگم که آره به نظر با کارکشن مارکت که الان مارکت هم در کارکشن هست، در اصلاح هست، میتوان با وزنهای سبکتر اگر قیمت به فیر ولیوی برسه، جای منصفانه ای برسه، میتوان خریدهای رو انجام داد. اما اینکه ما به وزن دارایی ریسکیمون اضافه بکنیم در 2024 امروز اون جوابه نیست. امروز اون جوابه هر طور دوست داری عمل کنه، من دیگه حقیقتا جوابی ندارم، چون همه اون صحبتهایی که در سمینار صعود یا سقوط انجام شد که دکتر عزیز زحمت شو کشتن، شاهین عزیز زحمت شو کشتن، محقق شد، اتفاق افتاد، به اهداف اون رسیدیم. بر اساس نسبت بازده به ریسک دومین دارایی کلاس دارایی سوده در سال 2023 بیت کوین بوده. کجا سیر میشین رو نمیدونم، فقط من میدونم تمام انسان پیوسته و پیوسته رشد میکند. آن چیزی که بهتون پیشنهاد میدم اینه که نه به عنوان ادوایزم نگم، پیشنهادم نگم، آن چیزی که برادرانه خدمتتون عرض میکنم اینه که یک مقدار روی افزایش دارایی های ریسکیتون حداقل در کوتاه مدت و به صورت عجولانه یه مقدار مراعات بکنید. بازار فرار نمیکنه، تهش هزینه فرصتش رو میدید. یعنی فرار هم بکنه بره، تهش هزینه فرصتش رو میدید و یک جای دیگه یک اتفاقی میفته. دکتر من اگر این عرایض رو کردم، شاهین عزیزم، دکتر عزیزم، عذرخواهی میکنم، ولی به قدری تو بچه‌ها الان علل خود، من دیروز در ایونتی بودم، دوستان دعوتم کرده بودن و چقدر خوش گذشت بینشون. چقدر ریسک‌پذیری، این حجم از ریسک‌پذیری، این حجم از ریسک‌پذیری برای من خطرناکه. من دوست ندارم حقیقتا، من دوست ندارم، احوال خودم زیاد خوش نیست از این حجم. و همین عرضم هم اجازه میدید من آقا شاهین اجازه میدید من یه مقدار تکمیل کنم صحبت به مهدی جان رو. ببینید دوستان عزیز، من یک سری دلائلی به نفع بیت کوین مطرح کردم.
هرچند به صورت ضمنی. و مثلا از شاهنجان خواستم اگر اطلاعات بیشتری داری بیا ارائه بده. و آن چه بود؟ و آن این بود که به صورت در واقع اگریگیت وقتی کل پول رو در دنیا نگاه میکنیم، روند خلق پول کنترل شده، رشد خلق پول کنترل شده، ولی واقعیت این است که پول فیات در دنیا همچنان داره رشد میکنه. وقتی پول فیات رشد بکنه، رقیب پول فیات، رقیب پول حکومتی یا حاکمیتی در واقع کریپتو هست، رمز ارز هست. تمام حاکمیت های دنیا با کریپتو رمز ارز مخالفن. حتی ایرانی که به شدت به نفعش بود که کریپتو رو تقویت میکرد برای کنترل تحریم و برای دور زدن تحریم، از اون طرف متوجه بود که این کریپتو باعث قاچاق میشه، این کریپتو باعث خروج سرمایه میشه، فرار سرمایه میشه و اصلا منطقه ممکنه باعث تروریسم بشه. همین ایران که اینجوری داره فکر میکنه، حکومت ایران، همه حکومت دنیا با پولی که آزاد باشه و مستقل باشه مشکل داره. خب حالا شما میبینید یه فردی هم که بسیار مورد احترام هست در دنیای مالی در سراسر دنیا که سی او جی پی مورگان باشه به نام جیمی دیمن، آقای دیمن آمده میگه که اصلا بازار کریپتو رو کلا ما غیرقانونی کنید. خب این که پول فیات داره رشد میکنه، این به نفع بازار کریپتو هست. این که از نظر رگولیشن مثلا اینطوری بشود که کریپتو در واقع به رسمیت شناخته بشه، احتمالش خیلی زیاد نیست. اگر هم بشود، فوقش اینه که قیمت مثلا بیت کوین دو برابر بشه، دیگه بیشتر از دو برابر نمیتونه بشه. و این هم کوتاه مدت خواهد بود. خب پس بنابراین شما باید چه بکنید؟ من چه آموزشی دارم میدم که measured decision making، شما تصمیم گیری عاقلانه، تصمیم گیری دقیق انجام بدهید، یعنی تمام نکات رو ببینید. یک سری نکات هنوز به نفع کریپتو هست، اون که حجم پول در سراسر دنیا داره رشد میکنه، ولی از اون طرف نرخ‌های بهره بالاست، هرچند در خیلی از کشورها در واقع نرخ‌های بهره شروع کرده به کاهش، یعنی بانک‌های مرکزی کشورهایی در حال توسعه خیلیشون کات کردند، یعنی مثل پارسال نیست که خیلی از بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره رو افزایش داده باشن. داریم می‌رسیم به مرحله‌ای که کشورها پیشرفته‌ام شروع کنن به پایوت و کات کردن نرخ‌های بهره. اینا رو که کنار هم دیگه می‌گذاریم، می‌بینیم ریسک بازار کریپتو مقدار بالا هست. خب حالا باید چه کرد؟ شما ممکنه دلت نیاد که کل مثلا رمزارز رو بفروشی. اصلا توصیه هم در سرمایه‌گذاری اینطوری نیست. وقتی دارن توصیه می‌کنن میگن به تدریج سعی کن که وزن مثلا این رو کاهش بدی، وزن بهره افزایش بدی. دوست عزیزی که در این لایف حضور داری، اگر 80% ثروتت کریپتو هست، شما نگران هم آرد. یعنی من واقعا برای شما نگران نمیدونم چجوری بگم. یعنی ببینید یک بازار پر ریسکی مثل بازار کریپتو هیچ وقت نباید بیشتر از 20% کل داراییتون اونجا اختصاص بدید. اگر دادید به تدریج حداقل کاهشش بدید. سعی کنید به تدریج کمش کنید. سعی کنید، ما نمیدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. عرض کردم خدمتتون احتمالش رو زیاد نمیدونم، ولی احتمال میدم که در واقع ETF هم تایید بشه و قیمت بیت کوین هم مثلا برسه به 70,000 تا 70,000 رو ممکنه اتفاق هم بیفته، ولی احتمالش رو زیاد نمیدونم. از اون طرف احتمال ریزش بیشتر میدونم. اصلا یه لحظه برای خودتون، اون دوستانی که الان غرق در شادی هستن، تو دلشون، توی مغزشون دوپامین داره ترشح میشه، تو دلشون خلاصه خوشی داره میگذره و فکر میکنم من خدا رو شکر پولدار شدم، به این مسئله دقت کنید که اگر ETF رد شد و قیمت بیت در عرض یک هفته به 20,000 دلار و زیر 20,000 دلار کاهش پیدا کرد، ما باید چیکار کنیم؟ یه لحظه خودتون بذار در واقع وسط به عنوان قاضی بدون احساسات، بدون تخیلات، ببین چیکار میتونید بکنید. اون وقت یک صدام اون بیت کوین هم فاصله بیاید در کلاس مدیریت ریسک ثبت نام کنید که با هم دیگه کامیونیتی به وجود بیاریم. ولی ملاحظه بفرمایید، ببینید وضعیتتون ممکنه سخت بشه. حالا من نمیدونم کدوم ایونت مهدی جان حضور داشتن، ولی این ایونت ها اگر خواستید یک فرد مخالف رو همیشه دعوت کنید، یعنی
از ادوکیت بهش میگن، یعنی وکیل مدافع شیطان. همیشه احتیاج دارید وقتی که یک جمع همه دارن یه شکل فکر میکنن، باید یه فردی رو پیدا کنه در اینا مخالف خود صحبت کنه. الان من چرا از شاهین اینقدر تقاضا کردم؟ چند بار به شاهین گفتم شاهین جان با من مخالفت کن. چرا؟ برای که میخوایم پول در بیاریم. اگه مخالفت نکنه که پول در نمیاریم. چه با دیکتاتوری دوستان، اگر دیکتاتور هستید این تو بازار مالی نمانید. کسی که ذهنیتش دیکتاتوریه، کسی که ذهنیتش منم منمه، تو این بازارو به شدت شکست میخوره، سرش به سنگ میخوره، پوزش به زمین کشیده خواهد شد. این مطمئن باشید فردی در این بازار موفقه صبح تا شب نظرات مختلف رو ببینه و بشنوه. من یادم از اون زمانه که جوان بودم هر روز ما بازار بورس بودیم، یا آقای بود نمیدونم کجاست، اسم آقای چاهباز بود، اسم کوچیکم یادم رفته. بعد این پسر جوانی بود میگم من نصف پولم میذارم توی زمین، نصف پولم تو سهام، یه دونه سهام بیشتر نمیخرم. ببینید این کارو که کرده بود فقط یک سهام خریده میخرید، خب میدونید که این سهام اگه بریزه بدبخت میشه دیگه، بیچاره میشه. این بود که از صبح میومد تو بازار به قصد خرید و فروش سهام، نمیومد تو بازار به این قصد، میومد تو بازار که نظر تمام بازار رو بدونه، که وقتی نکنه خدای نکرده این سهم سقوط کنه. ببینید چقدر حواسش جمع شده بود. کاری که میکرد از نظر علمی کار کاملا غلطیه، ولی از این نظر که شما باید تمرکز خودتون رو یک سهام خاص ببرید، روی یک asset خاص ببرید، روی کریپتو خاص ببرید، از این نظر که باید از احساسات فاصله بگیرید، از عواطف فاصله بگیرید، عقلانیت رو حاکم بکنید، هر استراتژی که میتونه شما رو به سمت عقلانیت پیش ببره این استراتژی به نفع شما خواهد بود. این رو با من از من داشته باشید. صحبته که مهدی جانی کردن، من اینقدر فضای کریپتو رو منفی نمیبینم که مهدی جان الان گفتن، ولی احتمالی میدم، احتمال بالای 50% هم میدم که ETF کریپتو ممکنه مرتعید قرار نگیره، حالا ممکن است بگیره، ولی اگر مورد تایید قرار بگیره من برداشتم این است که بالاتر از 100% روش نخواهد کرد و بچه هم دیگه خواهد داشت. اگر هم مورد تایید قرار نگیره به نظر من میتونه بازار بحرانی بشه. اگر هم نشه وضعیت بازار ایکویتی در آمریکا ممکنه این مدار تغییر کنه. البته من با شاهین کاملا همسو هستم که کل بازار سهام آمریکا الان گران نیست، چند تا سهام خاص. یه مسئله دیگه باید دقت کنید در آمار، این چیزی مهدی گفت شاهین جانم اشاره کردم، مهدی جانم اشاره کردم، ما اصلا در آمارها رکودی فعلا نمیبینیم. اینو خاطرتون باشه، اصلا من هیچ جا رکود نمیبینم، هر جا نگاه کنم عالیه. نرخ بیکاری هم که الان فوق العاده است در امریکا، ای کاش که کشور مسئولان کشورهای مدار یاد میگرفتن، خیلی خوب کار کردن، نرخ بیکاری بسیار خوبه. حالا برفرض هم که نرخ بیکاری داره که به 4 برسه، به 4.2 برسه، اتفاقی نمیفته. ولی اگر گذشت چی؟ ببینید trend is your friend. یعنی چی؟ روند همیشه دوست تو. تو اگر روند ها رو پیش بینی کنی تو بازار مالی برنده. ولی همواره در روند ها یک tipping point وجود داره. یک نقطه وجود داره که همیشه برمیگرده. ما کی به اون tipping point برسیم من واقعا نمیدونم. ولی میبینم که بعضی از بازارها over value هستن. میبینم که بعضی از بازارها کاملا under value هستن. بازار باند به نظر من کاملا under value شد. بازار یعنی بازار اوراق کاملا آندر ولیو شده. بازار اوراق اونم مدت منظور هست. بازار سهام تکنولوژی کاملا اوور ولیو شده. کریپتو احتمالا اوور ولیو هست. اینا رو بذارید کنار هم دیگه ببینید چه تصمیمی میگیرید، تصمیم ان شاء الله عاقلانه بگیرید. متشکرم. دوستانم دکتر، من فقط این قسمت رو عرض بکنم خدمت دوستان و شما که دکتر، نه من خودم توی کارکشن خریدارم، یعنی توی این روند اصلاحی که صورت میگیره من خریدارم. من میگم رفتاری از بچه‌ها دارم میبینم که حس میکنم کل بازار خرسی و یادشون رفته. من نگرانیم از این قسمته، یعنی من نگرانی قیمت ندارم، میگم تهش با دلار کاست اوریجینگ اینو یه جور جمعش میکنیم، بیت کوین هم یک کامودیتی یا حالا یک ایکویتی، روند بلند مدتش همیشه رو به رشده. ولی رفتاری در رفقات این هفته‌های اخیر دارم میبینم که اصلا انگار بویی از بازار خرسی 2022 نبردن، اصلا انگار یادشون نمیاد، انگار پارت اولشونه. بعد دکتر این سومین سایکل حضور من توی این بازاره و دیگه تشخیص میدم. دیروز اسمش عزیز رو نمیبرم، به صاحب سمتن در کریپتو ایران، صاحب سمتن اسمش رو نمیبرم،
عرض میکنم خدمتتون. مثالش خوب بود، فردی که معتاده یک فردی که اعتیاد داره رو ببینه سریع تشخیص میده، اصلا میفهمه، حتی میفهمه چی زده. و برگشت گفت ما کریپتو بازم یه نگاه به چشم هم دیگه میکنیم، سر و ظاهر هم دیگه میبینیم، دو کلام با هم دیگه حرف میزنیم، متوجه میشیم چه خبره. این بنده خدا میگم سمت داره، اصلا اینستاگرامی نیست، تو یه جایی سمت داره در حوزه کریپتو. و چقدر حرف درستی زد، و چقدر حرف درستی زد دکتر. من این نگرانیم از این قسمت بود که من تو کارکشن خریدارم نگاهم اینه که بله بیت کوین داره یه خوبیه، حدیم و نزدیک داره، دوباره ادله هست واسش که آدم بتونه سود خوب بگیره، حالا ریسک رکود هست، برای ریسک رکود یا باید بریم سراغ آپشن، یا اینکه مقدار کش داشته باشیم حداقل بتونیم میانگین رو کم بکنیم. داره یه رو به رشد، یه چشم اندازم نسبت بهش مثبت، الان روند رو اصلاحی میبینم. کلا نگرانیم از بچه‌ها اینه که همه یه تجربیات بازار فرسی رو فراموش کردن. و وارن بافت، اگر بچه‌ها این یه مستندی راجع به وارن بافت ساخته شده برای همین 3-4 سال اخیر هم هست، یک دیواری در خونه‌اش داره که پر از تیکه های روزنامه‌ایه که مربوط به بحران‌های اقتصادیه، مربوط به فاینانشال کرایسیس هایی که رخ داده، مربوط به شکست هایی که رخ داده. و وقتی ازش میپرسن که چرا اینا رو زدی به دیوار، میگه که اینا کل زندگیه منه، من هر از دوی خودم یادم میگه چه رخ داده. و ورس افکت، اثر ثروت که دکتر میگن، اثر ثروت یعنی این که الان یه مقدار ما پول در آوردیم، حالمون خوشه، همه چیمون خوبه، و دوست و اثر پول خونه هم تو اون رخ میده دیگه، میریم ریسک بیشتر بکنیم. هاوس مانی افکتمون رخ میده، میریم ریسک بیشتر میکنم. من از این بابت نگرانم دکتر، یعنی من چندان نگران بازار نیستم، من نگران عملکرد دوستانم، من نگران ریسک پذیری بیش از حد دوستانم، عدم تنوع بخشی درست پورتفولیو، عدم توازن بخشی درست پورتفولیو و اینا. وگرنه بازار رو چیزیه که کنار هم دیگه جمعش میکنه آدم، یه بخشیشو میگیره یه بخشیشو نمیگیره. ببخشید اگه اصرار ادبی کردم من. اگر صحبت پایانی هست دکتر عزیز، شاهین عزیز بفرمایید و از محضر دوستان آفزش. خواهش میکنم شاهین جان شما بفرمایید. آقای تو راجع به این لیکویدیتی که صحبت کردید، گلوبال لیکویدیتیش، خب اصلا آمریکا بگید، خب آمریکا هست باشه، شما گفتید حتی لیکویدیتی توی چی بیشتر از دلاریش بیشتره، خب توی یورو هم هست. گلوبال لیکویدیتی از تاریخ 9 اکتبر همین امسال، خب بله، گلوبال لیکویدیتی همون چیزی که برای اقتصادهای ماژور هست استاد، شروع به رشد کرده. این بعد از این دو تا کف پشت سر هم، یعنی یک سقوط عظیم که همزمان با سقوط بیت کوین و سهام بود، خیلی کورلیشنش با سهام بود، و کف اولش منطبق با کف بیت کوین بود، دوباره رشد کرد که همین رشد بیت کوین بود، دوباره نزول کرد که به سمت به اصطلاح کف دوم این تکنیکالیستا، نزولش همزمان با رنج بیت کوین بود چند ماه، و استارت رشدش استاد همزمان با رشد تمام ریسک اسست ها در تمام دنیا بود، یعنی از دکس، سمپی 5 و بیت کوین اینقدر منطبق شدن که اصلا من توی گروه به همین مهدیار امیر میگفتم، گفتم اصلا من خودم تعجب میکنم که کورلیشن اقتصاد مخصوصا بخش پولیش اینقدر شدید شده با بیت کوین. و این یک حداقل میتونه یه ساین برای ما باشه دکتر، اینکه اون ذهنی که داره الان توی بیت کوین اینوست میکنه یا منیجش میکنه یا یک جورایی دوست داره اینجوری نمایش داده بشه، خیلی ذهنای کلاسیکی هستن، افرادی هستن ریسیشن میشناسن، سافت لندینگ میشناسن، سیاست پولی رو میدونن، اقتصاد کلان رو کاملا بهش مسلطن و حتی بر اساس اون دارن رفتار میکنن توی بازار. و وقتی که یک سری اطلاعاتی که مهدی در مورد هم کلوزندا داد و اوپن کلوزندا داد که اینها چجوری دارن کار میکنن، ما متوجه شدیم که حتی این نهادهایی که بیت کوین خریداری میکنن دقیقاً بیس تصمیم گیریشون استاد اقتصاد پولی بود، بیس تمام، یعنی منطبق استادا، یعنی من نمیگم کورلیشن، من صحبت از کازیشن دارم میکنم، من صحبت از همگرایی میتونه موضوع چرت باشه، ولی وقتی علت و معلولی شما صحبت میکنید دیگه این در هم تنید. و این قدر به من اثبات شد از همون در واقع 67,000 تا این کف تا دوباره رشدش رنجش و دوباره. حالا استاد حالا من استادم، یعنی اینجا هم دوره، یعنی برای بچه ها حلش میده، یورو از نظر استاد ریل جی دی پی
تقریبا میتونیم توی حالت رکودی هست، رکود شیوع پیدا نکرد استاد، ولی از نظر تولید ناخالص داخلی در کل اینها در یک شرایط صفر هستن. این موضوع استاد کمک کرده به تقریبا میتونم بگم انقباض شدید تورم در ناحیه یورو برای انگلستان. این یک موضوع. خب یعنی تورم توی یورو خیلی بهتر در واقع کنترل شد و کنترلش تحت تاثیر در واقع من صدای خودم برمیگرد اصلا قاطی میکنم نمیدونم برای آقا شنگ من فیوز میکنم وقتی دست رو در میفتم. خب یورو پس دستیابی به تورم کمتر یا کاهش تورم شدیدتر نسبت آمریکا رو مدیون همین رکود نسبی هست که تقریبا مستوری شده. حالا اقتصادهایی هم هستن که یک جورایی تقریبا توی حالت دیفلشنری هستن و جی دی پی های بدی دارن. این یه ساین داره. احتمال این که استاد نرخ بهره در ناحیه یورو و انگلستان سریعتر از آمریکا کاهش پیدا کنه وجود داره. این وجود داره. چرا؟ یکی خود اینفلیشن هست استاد، یکی رفتار ای سی بی در سالهای 2016-17. اینها استاد یک لونهای بسیار زیادی حتی پول میدن دست بانک ها با نرخ نهایتا 1% و تمام بیزنس هاشون استاد با ریت 1% توی اون سایکلی که تقریبا خود لو ریت بودن زیرو بودن، اینها با اینها در واقع مدیریت کردن سیستم های خودشون، اینها پروداکتیویتی خودشون رو با ریت 1% لون و 1% پرداخت بدهی اینا مدیریت کردن و اگر اینا قرار باشه استاد خودشون رو توی سال 25 با ریت هایی که الان وجود داره ریفایننس کنن، اساسا ما چیزی دیگه در اروپا به اسم تولید ناخالص داخلی یا حقیقی صفر هم نخواهیم دید. یعنی یک شیوع رکود حتی در اقتصاد موجودی مثل آلمان، فرانسه و بعدش انگلستان. پس حالا کلمه پیشبینی همیشه ناچاری ازش استفاده کنید با ذکر این موضوع که بهش اعتقاد ندارم. احتمال میدم که ریت در یورو خیلی سریعتر نسبت به آمریکا کاسته بشه ازش و این اثر استیصال است. البته که به هدفهای تورمی خودشون هم میرسن مهدی جان. این از ناحیه یورو. یورو یا بررسی که من توی بخش همین گلوبال لیکویدیتی کردم استاد، به شدت تصمیمات پولی که ای سی بی گرفته بر روی تغییرات قیمت بیت کوین استاد اثرگذار بوده. توی همون لایو توی بخش همون سمینار من این یورو رو جدا کردم و انداختم روی بیت کوین و تقریبا از همین سایکل 17-18 به این ور دیگه خیلی رفتارش با یورو رو هماهنگ بود و این نشون میده که ذهنیتی در ناحیه یورو هم کمتر از آمریکایی‌ها حداقل نیستن. پس اینجا رو این تیکه از مردم جهان رو و این تیکه از پول رو با این کاهش ریت و دوباره احتمال اون صحبتی که شما کردید که ای سی بی هم کار عجیب غریبی توی بالانس شیتش نکرده و اون تیر تی آر او رو یه جوری داره هی ماسمالی میکنه و اون مثل شبیه بی تی اف شبیهش ها یعنی یکی نیست، یه جوری داره از درهای پشتی هی ساپورت میکنه اقتصادهای ضعیف رو، یه جوری داره ساپورت میکنه و اون کیوتی عجیب غریب رو در واقع انجام نده و برای اینکه خودش رو از این شرایط خارج کنه استاد احتمال من میگم ریت رو کم میکنه و در مورد کیوتی شاید دیگه این شدت و حدت رو نداشته باشه. همزمانی که این کاهش نرخ اینها بچ استاد و این اتفاقی که داره توی چین میفته، یعنی ریت رو مستقیما هی دارن میارن پایین و مرتبا دارن لون میدن با ریت های پایین و یه جای همون سیاست پولی انبساطی شدید رو در پیش گرفتن و خیلی دارن اون در واقع تقاضای الغایی رو تشدید میکنن، اون ام پی سی که حالا خودمون میگیم رو هی دارن زیادترش سعی میکنن که زیادترش کنن. این هم یک بخش بزرگی از فعالین کریپتو هستن چینی ها، حالا بذاریمش کنار ژاپنی ها. پس از این بخش من میتونم اینا رو بگم در از منظر ماکرو مهدی به نفع کریپتو هستند، یعنی کریپتو بازهایی که اگر قرار بدیم که ماکرو کار هم هستن که عمدهشون مخصوصا قدیمی تراشون و پولای درستشون هستن، از این منظر یک راحتی ده. اما چشم همه به فدرال رزرو، واقعا چشم همه توی هر جای دنیا باشی حواس همه به فدرال رزرو هست که فدرال رزرو هم استاد به شکل اکچوال، به شکل حقیقی نه به شکل اسمی، بالانس شیتش در سال 23 فقط در یک رنج نوسان کرده است. سعی کرده مدیریت کنه در ببخشید شاین جان اون چیزم شما من چون پیدا نکردم خودم، این ترکیب دارایی فدرال رزرو خیلی کمک میکنه. اینو شما دیدید؟ یعنی نمودار شده؟
خود فد نیویورک هم دارش چشم است. من اول چیز شد براتون ارسالش میکنم. یک کاری که فد فقط توی این قضیه انجام داد، یکم حرکت خودش رو به سمت هولد اوراق کوتاه مدتی برای مدیریت کیوتی مدی. وقتی شما توی فاز کیوی هستید زیاد چند اهمیت نشد، شاید اولویتون حتی در داشتن تریجری باشه، خب ببخشید باند تریجری باشه، ولی وقتی که میخواید این کارا رو هندل کنید، یعنی همزمان ریت کوتاه مدتی رو منیج کنید و همزمان بر مدار 60 میلیارد دلار در ماه کیوتی داشته باشید یا 7 تریلیون در سال داشته باشید، این رو بخواید کنترل کنید، بهتره که اوراقی داشته باشید که ماتوریتیش یا سررسیدش در بازار مانی مارکت باشه، یعنی زیر یک سال باشه، ما بهشون این بیل باشن، اینا همشون در واقع خزانه داری بیل باشن. چون جان نکته شما درسته ولی من این توری دیدم که باید انتفاقی صورت میگرفت بین تریجری بیلز و تریجری بانز، اوراق کوتاه مدت و اوراق بلند مدت. من چنین دیدم که برای کنترل تورم احتمال داره اوراق بلند مدت بفروشه. دقت میکنید این اتفاق افتاده؟ یعنی اوراق بلند مدتی که هولد شدن و در واقع رول نکردن دیگه. وقتی قرار رول اوور بکنه، اورا بلند مدت رول اوور نمی‌کنه، حتی می‌فروشه. چون کوتاه مدت رول اوور میشه. بلند مدت رو که مچوری به مچوریتی میرسه، دیگه رول اوورش نمی‌کنه. خب، اینجا رول اوور نکنه، حالا چه اتفاقی میفته؟ یعنی اینجا الان داره در واقع پول از بازار، یعنی در واقع داره پای پول رو داره جمع می‌کنه. درست شد؟ در بازار بین بانکی پایپولی رو داره جمع میکنه، ولی این خیلی ماه قبلا اصلا اینا تو ادبیات نبود که تفاوت هست بین اوراق کوتاه مدت و اوراق بلند مدت. و اگر شما اوراق بلند مدت تو فروختی یا اوراق بلند مدت رو اونوبر نکردی، حالا چه بر سر قیمت این اوراق میاد؟ دقت میکنید قیمت این اوراق کاهش پیدا میکنه، نرخش افزایش پیدا میکنه. اون افزایش شدیدی که در نرخ دو ماه پیش مثلا یه آقای اصلا بعضی ها خیلی رفت، مثلا شما ریدریو رو اگه دیده باشی، ریدریو رفت گفت آقا اصلا دیگه نرخاش وقت بر نمیگرده، دنیای دیگری شد، روز قیامت شد از این حرفا. ولی من برداشتم این بود که این ترکیب دارایی ها فکر ترکیب دارایی ها به هم زده، یعنی اینجوری نیست. بعضی وقتا اگر من بلند مدت شو که میدیدم، بعضی وقتا دقیقا فکر مصرفه که مثلا نصف دارایش اوراق کوتاه مدت باشه، نصف دارایش اوراق بلند مدت باشه. ولی این نکته که شما گفتید رو من خودم پیدا نکرده بودم، ولی حدسم این بود که فدرال رزرو دخالت کرده. خیلی ممنونم که این رو اشاره کردید. بسیار. البته استاد همزمان با این اتفاق، تریجری هم به دلیل ریت بالایی که در واقع روی اوراق کوتاه مدتی قرار گرفته، تمایلش به اینه که بدهی‌های خودش رو از سمت اوراق بلند مدتی به سمت کوتاه مدتی، یعنی انتشار در کوتاه مدتی ها باشه، که این ریت بارا رو در واقع این بدهی ها رو با این ریت رو در واقع در سالیان دراز بر دوش خودش نکشه. این کار رو هم کرد، یعنی شدت عرضه در بیل و نوت به مراتب بیشتر در بانک بوده. این هم یکی از در واقع موضوعاتی همزمان بوده، تاثیرگذار بوده بر روی این تصمیم گیری. خب اگر همین تیکر رو بخوایم جمع بندی کنیم، میتونیم بگیم که گلوبال لیکویدیتی در کل کیوتی عجیب غریبی رو مهدی جان نمیدونه، اوضاع بیریختی نیست و ما بیشتر در انتظار این هستیم که رفتار مصرف کنندگان در این شرایط به چگونه رفتار، که وقتی میگم من صحبت از این میکنم که درآمدشون رو چه تصمیمی براش میگیرن، این درآمد به چه شکلی قرار مصرف بشه، و این خیلی در واقع تعیین کننده است. اگر اون بخشی از ریل ویجی که باقی میماند بره به سمت سیوینگ ها افزایش پیدا کنن، آن وقت ریت اینوستینگ در واقع نرخ بهره برای سرمایه گذارا کاهش پیدا کنه. این حتی کمک کننده هم خواهد بود وقتی که این مسیر ادامه پیدا کنه، همزمانی با اینکه اون موضوعی دکتر که گفتم که مکرو کامپس الف اومد گفت که این اتفاق داره میفته و دیتاهای هم منتشر شد که داره اتفاق میفته، یعنی اون وال های باند دارن همه وارد میشن، اونها خودشون ریتای کوتاه مدتی و تاثیرشون برای ریتای بلند مدتی رو میگذارن، همزمان این اتفاقاتی هم که عرض شد دوباره اینها هم تاثیرگذار خواهند بود روی ریت و برای ریت لون ها، برای ریت سی دی ها، اینا همه ریت ها رو در کل رو به کاهش میارن و حتی
دوباره اقبال به سمت گرفتن کردیت با ریت‌های پایین جمع میشه. و این مهدی علت این که ما الان نمیتونیم دقیقاً بگیم که مثلا چه زمانی اتفاق میفته، فقط اینه که ما باید دیتا رو یعنی ببینیم در اون لحظه که مصرف کننده واقعا داره چیکار میکنه، مصرف خودش انجام میده، سیوینگش رو چیکار میکنه و کمپانی ها اینونتوری های خودشون رو دارن کاهش میدن یا افزایش میدن. اما من شنجان در مورد اینونتوری شما اشاره کردید ولی نتیجه گیری نکردید. شما آمار اینونتوری هم دیدید به صورت کلی؟ آمار اینونتوری استاد من از روی اختلافایی که در مربوط به نیو اوردرز توی مانیفکتچر به خود همون دوره همون سکتور توی اینونتوریشون که اونا اینونتوری دارن مقایسه کردم، اینا نیو اوردرزشون استاد در واقع بیشتر بوده و احتمالاً اینها اینونتوری های خودشون رو در آخرین مرحله یعنی جایی که به ریتیل سیلز و کانسومر میده این اینونتوری ها رشد پیدا کنه. اینونتوری های صنایع میانی و ابتدایی نه، اینونتوری های در واقع پروداکتی مسئول نهایی احتمال و این اصلا این یعنی این معنیش میشه معنیش این که دوستان پی ام آی در ماهای آتی دوباره یک ریباند مثبتی رو خواهد دید و شاید حتی خودش رو پی ام آی مانیفکتچر بالای 50 هم ببینه. ببینید مسئله همینه. اولا به مسئله رو باید دقت کنید که ترتیب اقتصاد با امریکا خیلی متفاوته. خب اقتصاد امریکا، اقتصاد آلمان، اقتصاد ژاپن یک اقتصاد سرویس محور هستند. خب من خودم اون طرحی که برای ایران داشتم این بود که ما در شرایط تحریم مثلا اقتصاد یاد بیرم به سمت خدمات و سرویس خیلی به نفع جامعه شد، مخصوصا که بیبی بوم هم داریم دهی شصت ما بگی بومرز هستند، مثلا اون که الان شما اشاره کردید در مورد امریکا که مثلا متولد نمیدونم 1900 مثلا 50 1940 اینا بیبی بومر بودن، حالا در این همین داره و خیلی خوب میشد. ولی خب هرچی مثلا تصورات در دیگران خود اینجا دارم سیاست رو بیزاره میکنم عکسه. یعنی مثلا من صحبت هم اینه که اجتر مثلا یه میلیون راننده زندگی خوبی داشته باشن پس خود رو وارد کنم، بعد از اون طرف تصوری هست که اجازه بدیم مثلا 50,000 نفر کارگر مثلا شرکت ایران خودرو که بسیارشون هم با اعمال نفوذ اونجا استخدام شدن اینها باید برنده باشن، در حالی که جالب اینجاست که در نهایت هم ایران خودرو کارگر خیلی بیشتر منتفع میشه. خب اینجوری در امریکا و در این سه تا کشور صنعتی کشورهای خدماتی هستند. حالا اینکه حتی مثلا چیزا بالا باشه یا مثلا نیو اوردر مثلا خوب باشه وضعیت و اینها حالا باز خیلی چیز نیست، ولی برویست هم الان وضعیت خیلی مناسبی داره، مثلا همین که در واقع دستموز هم داره رشد میکنه نشون میده که همه چی خیلی مناسبه. من تو من داشتم چه تذکری میدادم که شرایط میتونه در یک آن تغییر کنه علارغم اینکه شما بست پولی هم همچنان داری در دنیا، در امریکا نداری ولی در دنیا داری. من چی رو میبینم؟ میبینم که ممکنه که یک مقدار فدرالیزم زیاده روی کنه، البته احتمالش خیلی کم میدونم، اما شعار فدرالیزم نباید اصلا توجه کنید. خب اون چیزی که ما میخواستیم اینا رو فرضیم رئیس بانک مرکزی ایران تو یاد بدیم و یاد نگرفت این بود که ببینید فدرالیزم میاد با واقعیت همیشه صحبت میکنه. شما در مورد سیاست های انقباضی اصلا میتونی سیاست انقباضی نداشته باشی، فقط بترسونی، فقط بگی که آقا مثلا ببین همه تاثیر بتون میذاره و این هست که مرتب اعلام کنه ما هنوز به اهداف تمامی خودمون نرسیدیم، در حالی که شما نمودار رو نگاه بکنید کسی که تحلیل تکنیکال کرده باشه میبینه دیگه. حالا جالب بانک مرکزی اون اومده تحلیل تکنیکال فرستاده روی وبسایت خبرگزاریش، یعنی واقعا دیگه حالا بگذاریم شما اگر مثلا این نمودار رو نگاه کنید میبینید داره به روند تورم خیلی خوب داره برمیگرده، ولی وقتی که اظهار نظرها رو میبینید مرتبا هم در اروپا هم در امریکا میگه ما هنوز به اهداف تورممون نرسیدیم، هنوز ریسک تورم وجود داره، اینا همش حرفه برای اینکه این سیاست ضد تورم با هزینه کمتری اینجا در واقع به سرانجام برسه. در مورد ایران هم مثلا براتون توضیح داده بودم که سکرتاری ریشه شما باید در نظر بگیرید بینی و بین الله، یعنی یه دونه استاد اقتصاد ایران ندیدم که اصلا بدون این چیه خدا رو شاهد بگیرم، یعنی یک نفر هم ندیدم مثلا بدونه که چی مثلا در مورد چی داره صحبت میکنه. خب پس ببینید الان وضعیت مناسبیه، ولی اگر اقتصاد آمریکا مثلا از طریق بازار سهام بره به سمت کرکشن که گفتیم، ممکنه که این کرکشن تا وقتی که فدرال رزرو بخواد نرخ بهره رو برگردونه این حرفا
ممکنه یک در واقع رکودی رو ایجاد بکنه، ممکنه مثلا ماه ژانویه باشه، ممکنه ماه جون باشه، ممکنه اصلا قبل از این که بازار ریزش کنه فدرال رزرو پایبند اتفاق بیفته، فدرال رزرو شروع کنه نرخ رو کاهش دادن، همه اینها ممکنه. الان شرایط خوبیه در بازارها، ولی معلوم نیست این شرایط خوب ادامه پیدا کنه. آنچه که من میبینم به عنوان در واقع نتیجه گیری این بحث، آنچه که من میبینم بازار اوراق یک مقدار آن اوراق بلند مدت خزانه به خصوص آندرولیو هست، اگر بره به سمت رکود، اگر بره به سمت بحران که بسیار آندرولیوه، ولی احتمالی که بره به سمت بحران بسیار کمه، ولی میتونیم بگیم که بازار اوراق یک مقدار آندرولیو هست، به احتمال داره که بازار کریپتو و بازار سهام، سهام امریکا هم سهام در واقع تکنولوژی امریکا احتمالاً اوور ولیو هست. فعلا شرایط بازار جهانی شرایط بسیار مناسبیه. سوالاتی نمیدونم دوستان از آقا مهدی سوال کرده دارن، از ما فقط یه سوال پرسیدن، نه اینا فقط فرض کنم ببخشید دوستان عزیز دلتون میکشه، شاید جان اصلا خواب واسه صحبت اومدم. ببینید به نفع ترامپ یا به نفع جناح جمهوری امریکا است که بازارا سقوط کنه، خیلی به نفع تمام میشه که اقتصاد وارد رکود بشه. اینکه ترامپ با این قاطعیت اومده گفته که بازارهای مالی به هم می‌ریزه و سقوط می‌کنه از این حرفا، خب این به نفع بشه. به نفع بایدن هست که بازارها به این روند خودشون تا سال آینده ادامه بدهند. اگر بخواد تا سال آینده به این روند ادامه بده، سیاست بست بودجه‌ای رو، سیاست اقتصادی بودجه‌ای رو ادامه خواهد داد آقای بایدن. شما اگر ببینید یک مقدار در واقع عدم مسئولیت توی رفتار بایدن دیده میشه، یعنی در سیاست گذاری بودجه بایدن دیده میشه. چرا داره این کارو میکنه؟ چون میخواد انتخابات برنده بشه، بعد از انتخابات مسیر احتمالاً دیگری خواهد بود، مثل خودمون هم دیگه، اونا بازی دارن میکنن. خلاصه اینا رو همه رو داشته باشید که اینها جنگ ممکنه مرغوبه بشه، ممکنه که جنگ اینا رو بازار تاثیر بگذاره، اینا احتمالش هست. البته میدونی که وال استریت همیشه دموکرات میگه و مین استریت معمولا کانسرواتیو هستند و جمهوری خواه هستند. اینا رو باید در نظر بگیرید. قدرت طرفداران ترامپ در بازار مالی، در بازار مالی یا در بازار سرمایه خیلی بالا نیست. ببخشید دیگه دوستان طول کشید، ولی من واقعا با شما دو عزیز ببینید، من هم نکته هم خدمت دوستان که در لایف حاضر هستند یا بعد این یاد میگیرم خدمت عرض کنم. ببینید در این کشور فعالیت های در واقع مشاوره، مثلا مشاوره سرمایه گذاری یا ارائه تحلیل خیلی زیاد انجام میشه. حالا آخر حساب شما میبینید که در مورد مثلا پیشبینی بازارها در سال آینده تماشای خیلی زیاد برگزار میشه. همه هم واقعا زحمت میکشن، قدردان هستیم، قدردان همه هستیم، و همه با هم داریم تلاش میکنیم که سطح دانش و سطح تحلیل جامعه رو بالا ببریم. ولی دوستان عزیزی که در این لایو حضور پیدا کردید، قدر این لایو رو بدونید. عمق مطالبی که الان امشب ارائه شد اینجا کم نبود، دقت میفرمایید. نمیخوام مقایسه کنم با بقیه جایی دیگه، من توصیه هم این است اگر جایی هم تحلیل ارائه میدن بچه هم دریافت میکنن، این بچه پرداخت کنید برید تحلیل رو هم گوش بدید. ولی تفاوت بین قدر زر زرگر شناسد، این رو کنم خدمتتون خیلی سربسته عرض کردم، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. شما عزیزان که در این لایف تا این ساعت حضور پیدا کردید قطعا قدردان هستید و بنده هم قدردان شما و قدردان شاهین عزیز و مهدی عزیز هستم که این فرصت رو فراهم کردن. سپاسگزارم. من از طرف خودم خداحافظی میکنم. قربونتون برم، سرتون سلامت باشه. شاهین عزیزم میکروفونت بسته است، باز کن و کلام آخر. زنده باشی استاد، شما لطف کردید ما که در این لایف حضور داشتید و این لایوایی که خودمون میذاریم یه چیز دیگه میشه، تهش میره یه جایی اینقدر پیچ میخوره که، ولی خب به قول شما ارزشمندی، محتوای ارزشمندی سعی میکنیم که همیشه در اختیار مخاطب بدیم، یا اینکه در واقع تقاضای محتوای ارزشمند رو در مخاطب به وجود بیاریم، اینکه بخوان مخاطبان محتوای ارزشمند از تولید کنندگان محتوا داشته باشن. اینکه هر دفعه یه تیپ بزنی بیه جلو دوربین و چند تا چیز خیلی اصلا پیش پا افتاده مطرح بشه، من استاد دایرکت هایی که وقتی میگیرم، من دیتا دارم میگیرم از بچه های پیج و خب این نشون
می‌بینی که سطح لول دنبال کنندگان توی صفحات شما مهدی و ما در واقع اینا توی یک لول دیگری هستن و اصلا حاضر نیستن وقت خودشون برای خیلی از محتوا بذارن و این خیلی ارزشمند هست. ما ارزش خودمون تلاش می‌کنیم، واقعا هم بیش از این هم نیست، اما امیدوارم که به کار بیاد. تو امانی که همین مسیری که توی کل بیر مارکت و این داستان طی شد ان شاءالله توی 24 هم خدا عمر بده و طی بشه و همگام باشیم ان شاءالله. از همتون ممنونم. یک موضوع مهی جوانای ما ریسک پذیرن استاد، جوانای ما در ریسک متولد شدن و در ریسک زندگی کردن و احتمالاً در ریسک هم از این دنیا خواهند رفت. همین جوانایی که ببین داخل شاهین کسانی که اینقدر خدا خوب دارن میبینن، من باور کنم مثلا بعضی وقتا حتی خارج از کشور هم اینطور بوده. ببخشید من مثلا صحبت اومدم، فقط اینو خواستم عرض کنم. من سال 2000 بود در امریکا، وقتی که میخواستم تحصیل فایننس و اینا داشته باشم، فقط یک همشاگردی داشتم در دبیرستان و دانشگاه شریف با من همکلاس بودن، ایشون رفتن رشته فایننس. اصلا کسی ایرانی فایننس نرفته بود، ایرانی با بازار مالی آشنا نبود. الان میرم بلومبرگ رو میبینم، تلویزیون بلومبرگ رو، MSNBC رو میبینم، هر تحلیلی که بچه‌ها با خارج از کشور پیدا کردن دارن، حالا دو سه تا کانال نمیدونم باید دست بیارم یا نه، ولی همین دو سه تا کانالی که خارج از کشور تحلیل میزنم و تحلیل بازار جهانی من میبینم، واقعا لذت میبرم. سطح دانش ان شاءالله بالا میره، این جوانان این کشور رو خواهند ساخت ان شاءالله. اون کسانی که خارج هستن یه روز برمیگردن، ما میتونیم بهترین کشور دنیا بشیم. ما با این تحلیلی که الان در کشور هست ولی جوانایی که من دارم این دفعه استاد ان شاء الله مطمئن باشید که کشور ما رو نجات خواهند داد. یه روز سرنوشت خواهیم بود، سپاسگزارم. جونتون سلام، مرد باشه. خیلی ممنونم استاد عزیزم. شاهین عزیزم خیلی ممنونم و رفقایی که بعدم رو تخمه چشم ما گذاشتید تا الان که ساعت دیگه تقریبا 12 زمان نیمه شب همراه ما بودیم و تا هفته که تا نصف ساعت هم باید باشه. الان دمتون گرم، ثابت قدم باشید ان شاءالله. طول عمر از خدا میخوام برای استاد عزیز و شاهین عزیز که توفیقی باشه ما بتونیم همچین مباحثی رو هم دیگه ادامه بدیم. جونتون سلامت باشه، شب بر شما خوش، خدا نگهدارت. خدا نگهدار شما. ممنون از همه عزیزان، خدا نگهدار.